جلسه نهم 24 آبان ماه 1393. به نام خداوند. جلسه نهم از سلسله جلسات شرح تراکتاتوس ویتگنشتاین رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به بحث از سوژه متافیزیکی و نسبت آن با سالیپسیزم و همچنین احیانا ناسازگاری درونی رساله که موضع من بود و توضیح این امر که ویتگنشتاین به لوازم و لواحق مترتب بر اندراج سوژه متافیزیکی در نظام فلسفی خود ملتزم نبوده و اگر این چنین بود دیگه اون فقرات نخست تراکتاتوس، یعنی فقرات 1-2.063 یا 2-064 که گویی از یک جهان پیشازبانی سراغ گرفته و ایده آیزومورفیزمی که متناسب با اون ساخته بود دیگه به نحو پیشین و بنابراین چه که در رساله آمده نمیتونست دفاع بکنه و نوعی تنشن و این کانسیستنسی در آن به چشم میخوره که البته وعده کردم که توضیح بدهم وقتی که در باب فلسفه و سکوت تراکتاتوس سخن خواهم گفت که در دوران متأخر او چگونه راه خود رو تغییر داد و بالمره پروژه متافیزیکال و استعلایی رو میشه گفت که کنار نهاد و دیگه سوژه استعلایی و ترانسندنتال و متافیزیکی در کار او دیده نمی شود بلکه سوژه تجربی است در دوران متأخر که بهش انشاءالله بعدن خواهیم رسید. خب امروز چنان که نوبت پیشین هم گفتم راجع به زیبایی شناسی و اخلاق در تراکتاتوس می خواهیم سخن بگوییم. فقرات 6-4-7 هرچند که 4 صفحه از تراکتاتوس رو به خود اختصاص میده اما بسیار دنس و متراکمه و کثیری از مضامین بلند و بحث برانگیز تراکتاتوس در همین فقرات که حجم کمی از رساله رو به خود اختصاص داده آمده است. این فقرات متضمن ایده های بصیرت آمیز و تأمل برانگیز ویتگنشتاین است درباره مقولاتی چون اخلاق، معنای زندگی، مرگ، فلسفه، سکوت و به همین سبب هم حجم کثیری از لیترچری که حول و حوش تراکتاتوس تولید شده در دهه های پیشین حول این فقرات میگرده و البته سراغ میگیره از نسبت میانه این فقرات و فقرات پیشین، یعنی هنگامی که ویتگنشتاین تا 6-37-51 سخن گفته و پس از آن 6-4 به بعد است که وارد بحث از ارزش‌های اخلاقی و زیبایی شناختی می شود. من امروز می کوشم به بحث از زیبایی شناسی و اخلاق بپردازم. جلسه آتی به بحث از معنای زندگی و امر راز ورانه در تراکتاتوس و همچنین مرگ، مادامی که بشه از ارتباط وثیق اینها سراغ گرفت و سخن گفت، یک نوبت هم به منزلت فلسفه میپردازم در تراکتاتوس که قبلا هم سخن گفته بودم، یعنی اشارتی کرده بودم، یک نوبت هم انشالله در باب سکوت تراکتاتوس که فقره انتهایی رساله منطقی فلسفی است. میبینید که این 4 جلسه رو به نحو مصطفی میشه اختصاص داد به آنچه که در این 4-5 صفحه به بحث گذاشته شده و البته من جا به جا به پاره از آثاری هم که راجع به این فقرات نوشته شده ارجاع میدهم چنان که آوردم اختلاف آرا و اختلاف نظر میان شارحان در این باب کم نیست، ولی خب میشه از یک امهات و مشترکات این مدد گرفت که به کار ما که در شرح این کتاب کلاسیک فلسفی هستیم می آید. خب از فقره 6-4 آغاز کنیم. من برخی از فقرات رو که انتخاب کردم براتون می خوانم و بعد حول و حوش اون نکاتی رو عرض می کنم. در فقره 6-4 ویتگنشتاین میگه که همه گزاره‌ها ارزش یکسان دارند
معنای جهان باید بیرون از آن باشد. در جهان هر چیزی همان گونه است که هست و هر چیزی همان گونه اتفاق می افتد که اتفاق می افتد. در جهان ارزشی وجود ندارد و اگر وجود می داشت ارزشی نداشت. اگر ارزشی وجود داشته باشد که ارزشی داشته باشد اگر ارزشی وجود داشته باشد ببخشید اگر ارزشی وجود داشته باشد باید بیرون از هر آنچه اتفاق می افتد و هست باشد، زیرا هر آنچه اتفاق می افتد و هست تصادفی است. آنچه ارزش را غیر تصادفی می سازد نمی تواند درون جهان باشد، چون اگر در جهان می بود تصادفی می بود. خب این فقره 6-4. فقره 6-41 می گوید ارزش باید بیرون جهان باشد. از این رو گزاره های علم اخلاق هم نمی توانند وجود داشته باشند. گزاره ها نمی توانند هیچ چیز برتری را بیان کنند. و بعد 6-42 روشن است که اخلاق را نمی توان به قالب کلمات درآورد. اخلاق استعلایی است. و بعد در ادامه می گوید که اخلاق و زیبایی شناسی یکی هند. اخلاق و زیبایی شناسی یکی هند. ببخشید من فقط شماره فقرات رو احیانا فکر کنم یک اشتباهی توش صورت گرفت. فقره 6-42 این بود که بعد از این گزاره‌های علم اخلاق هم نمیتوانند وجود داشته باشند. گزاره‌ها نمیتوانند هیچ چیز برتری را بیان کنند. 6-421 میگوید روشن است که اخلاق را نمیتوان به قالب کلمات درآورد. اخلاق اصطلاحی است. اخلاق و زیبایی شناسی یکی هم. فقط شماره فقرات. خب فقره 6-422 رو خوب توجه بکنید. هنگامی که قانونی اخلاقی در قالب تو باید وضع می شود، این تعبیر تو باید رو از عهد عتیق و عهد جدید گرفته، دو shall not فی المثل lie، دو shall not kill، دو shall not adultery. هنگامی که قانونی اخلاقی در قالب تو باید وضع می شود، اولین اندیشه این است و اگر آن را انجام ندهم چه می شود؟ اما روشن است که اخلاق با مجازات و پاداش در معنای متعارف کلمه نسبتی ندارد. بنابراین پرسش از نتایج فعل باید بی اهمیت باشد. دست کم این نتایج نباید رویداد باشند، چرا که بالاخره باید اون پرسش بهره‌ای از درستی داشته باشد. پاداش اخلاقی و مجازات اخلاقی باید وجود داشته باشد، اما اینها باید در خود فعل واقع باشند. و این هم روشن است که پاداش باید چیزی خوشایند باشد و مجازات چیزی ناخوشایند. فقره 6-43 اگر بناس اراده خیر یا شر جهان را تغییر دهد، اگر بناس اراده خیر یا شر جهان را تغییر دهد، تنها می تواند مرزهای جهان را تغییر دهد، نه امور واقع را، نه آنچه را می توان با زبان بیان کرد. خلاصه اثرش باید به گونه‌ای باشد که جهان تبدیل شود به جهانی، جهان تبدیل شود به جهانی به کلی متفاوت. جهان به مسابقه کل باید به تعبیری اوج یا حزیز یابد. جهان انسان خوشبخت با جهان انسان ناخوشبخت متفاوت است. جهان انسان خوشبخت با جهان انسان ناخوشبخت متفاوت است. خب پس از این در فقرات 6-431 از اونجاست که ویتگنشتاین میره سراغ مقوله مرگ که بحث نوبت آتی ماست و قصه مرگ و معنای زندگی. آنچه که تا کنون خواندم فقرات معطوف به گزاره‌های اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی بود که چنان که دیدیم بعد غیر اکسیدنتال بودن و غیر تصادفی بودن اونها انگوش تأکید نهاد و توضیح این که گزاره‌های علم اخلاق رو نمیشه بیان کرد و اخلاق استعلایی است همچنان که زیبایی شناسی. خب این فقره های موجزی که خواندم برای شما به نظر میاد نگاه ویتگنشتاین به مقوله اخلاق رو در تراکتاتوس کم و بیش بر آفتاب می‌افکند. اما برای اینکه این رو ما بهتر بفهمیم، من به برخی از فقراتی که در سخنرانی مشهور او در 1929 پس از بازگشت به کمبریج تحت عنوان
رساله یا ببخشید سخنرانی در باب اخلاق کرده، سخنرانی در باب اخلاق که 1929 در کمبریج القا کرده، میکوشم از اون هم وام بگیرم که پرتوی بیفکند بر این فقراتی که خواندم و ما درک منقحی از منزلت اخلاق در نظام فلسفی رساله داشته باشیم. خب در فقره 641 چنان که خواندیم به صراحت میگه ارزش‌ها در جهان پیرامون یافت نمیشه. دیدید دیگه، به صراحت گفت که در جهان پیرامون ما ارزشی نداریم. اگر ارزشی وجود می‌داشت به قول او باید مطلق باشه، اما در جهان پیرامون هر چی که هست تصادفیه. به نظر میرسه این سخن که مؤید این مدعاست که جهان عبارت است از تمامیت امور واقع، فقره 1-1 The world is the totality of facts، این سخن که ارزش ها در جهان پیرامون نیستن مؤید و مکمل آن است، نسبنامه هیومی داره در تاریخ فلسفه و بر شکاف پرنشدنی میان واقعیت و ارزش تأکید میکنه. یکی از مباحث مهم فلسفی در صده‌های پیشین سراغ گرفتن از ربط و نسبت میان اصل و باید بوده، فکت و ولیو بوده. اینکه آیا جهان اگر متشکل از هست هاست و اگر تعین و تقرر امور رو در جهان پیرامون میشه سراغ گرفت، مثل این میزی که در برابر من و شما قرار داره، مثل رودخانه‌ای، مثل ساختمان دانشگاه تورنتو، مثل ساختمان بنیاد سهروردی و همه آنچه که از صنف امور اونتولوژیکه، سوال مهم و عافیت سوز و دراز آهنگ این بوده که در باب ارزش‌ها چه میشه گفت؟ آیا ارزش‌های زیبایی شناختی و ارزش‌های اخلاقی بخشی از اساس جهان پیرامونند؟ مانند فکت‌هایی که پیرامون ما یعنی متعلق به جهان پیرامون نیستند. هیوم تأکید میکرد که هم ارزش‌های زیبایی شناختی و هم ارزش‌های اخلاقی تقرر و تعینی در جهان پیرامون ندارند، جزء اساسه جهان پیرامون نیستند، بلکه برآمده از احساسات و عواطف کنشگرانن، برآمده از نگرش اونها به جهان است، اما نه اینکه این نگرش تعینی در جهان پیرامون داره، ما به ازایی در جهان پیرامون به اصطلاح داره. میشه گفت که ویتکنشتاین در رساله در تراکتاتوس به اقتفای هیوم ارزش ها رو بیرون از جهان قرار میده، چه ارزش های زیبایی شناختی و چه ارزش های اخلاقی. به تعبیر فلاسفه اخلاق میشه این موضع رو موضع ضد واقع گرایانه، یعنی موضع انتی ریالیستیک قدم داد کرد، موضعی که قائل به این است که ارزش‌های اخلاقی، اوصاف اخلاقی بخشی از اساسی جهان پیرامون نیستند. فیلمثل در تاریخ فلسفه در صده‌های اخیر کانت همچنین رأیی در باب ارزش‌های اخلاقی داشت و اونها رو بیرون از جهان پدیداری قلمداد می‌کرد. قبلا هم در این باب اشاراتی کردم و می‌کوشید که اخلاق رو منتسب کنه به عالم نومنال، نه عالم پدیداری که من و شما در آن به سر می‌بریم. در سنت فلسفی ما هم مرحوم آقای طباطبایی در مقاله ادراکات اعتباری که در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم منتشر گشته، تصدیقات اخلاقی رو در زمره تصدیقات اعتباری میداند، تصدیقاتی که مطابق و مدلولی در جهان پیرامون نداره و به همین سبب میشه ایشون رو هم در اعداد ضد واقع‌گرایان قلمداد کرد، هرچند این لیبل ها رو ایشون احتمالاً نمیپسندید و قطعاً از اونها و آنچه که در لیترچر فلسفه اخلاق جدید آمده خبری هم نداشت، اما فکر میکنم موضع ایشون رو هم میشه موضع ضد واقع گرایانه قلمداد کرد، چون میگوید که فیلمثل خوبی و بدی مقتبس و متخذ از اعتبار عقلاست، ما امر حسن و قبیح مستقل از اعتبار عقلا نداریم، عقلا میگن فلان چیز در یه جامعه خوبه، فلان امر و بهمان امر بده، خوبی و بدی اخلاقی. فیلم مثلا میگن راستگویی خوبه و دروغگویی بد است. بعد یه مثالی میزنه طباطبایی، اگر از تعابیر قدما بخوام استفاده بکنم برای توضیح موضع ایشون، به اصطلاح معتقده که خیلی از
افعال ما حسن فاعلی داره نه حسن فعلی، یعنی در خود فعل حسنی و قبحی مندرج نیست، یا حسن و قبح بدان متصف نمیشوند. چون این وقت است که شما میگویید فعل مثلا راستگوی خوب است، فی نفس خوبه، یعنی میشد اتصاف وصف خوبی به آن سخن گفت. ریالیست ها همین رو میگن دیگه، چه در سنت فلسفه یونان چه در دوران معاصر. در میان قدمای ما هم معتزله کم و بیش چنین رأیی داشتن، یعنی معتقد بودن که من وقتی میگویم راستگوی خوب است و از اتصاف خوبی به راستگوی خبر میدهن، این گزاره کاشفیت از عالم واقع داره، یعنی اخبار میکنه از عملی در عالم خارج. اینا فهمیدید؟ ریالیست هم همین رو میگه در اخلاق. طباطبایی میگه نه، حسن فعلی یا قبح فعلی نداره، بلکه حسن و قبح فاعلی داره. بعد مثالی میزنه ایشون، میگه شما نگاه بکنید، امر یا بگیم عمل نکاح رو در نظر بگیرید، مناسبات و روابط جسمانی که در نکاح صورت میگیره با آنچه در زنا صورت میگیره یکی، فرقی نمیکنه. یک نوع مناسبات و روابط جسمانی میان زن و مرد در نکاح و در زنا اتفاق میفته، اما ما یکی رو روا می انگاریم و دیگری رو ناروا. بحث اخلاقیش رو الان در نظر بگیرید. حالا ایشون البته به آموزه های فقهی هم اینجا نظر داشته، یعنی پیش چشم بوده، اما الان بحث ما کاملا اخلاقیه. بعد میگه این فعل تفاوت اینا پس چیه؟ یکی حسن فاعلی داره، یکی قبح فاعلی داره. ما این که یکی رو روا قلمداد کردیم و دیگری رو ناروا، ما یعنی جامعه عقلا. حالا ای حاله به نظر میاد که ایشون هم ضد واقع‌گرا بوده. من به تفصیل در بحث‌هایی که تحت عنوان اصول فلسفه و روش رئالیسم داشتم یک سال و نیم پیش در شهر تورنتو و همچنین در سلسله جلسات متحری شناسی در دو سه جلسه نخست به تفصیل به این پرداختم، چون مرحوم متحری هم در این باب نکاتی گفتند و یه جاهایی نقد کردند مرحوم طباطبایی رو. من به تفصیل هم رأی طباطبایی هم رأی متحری و هم خانش خودم از این دو رو به تفصیل در اون جلسات توضیح دادم و همچنین در مقاله اعتبار حقیقت در اخلاق که در کتاب زبان و تصویر جهان من منتشر شده و اونجا به نحو تطبیقی اون رو با آرای ویتگنشتاین متقدم مقایسه کردم که در انتهای عرایضم امروز بهش برمیگردم. خب حالا ببینیم موضع ویتگنشتاین رو احیانا چگونه میشه صورت بندی کرد یا استدلالی که او برای موضع خودش که ارزش‌های اخلاقی و زیبایی شناختی در جهان پیرامون جای ندارن رو چگونه میشه توضیح داد. من چنان که در شرحی که بر تراکتاتوس هم نوشتم آوردم، تصورم این است که به نحو تلویحی استدلالی ویتگنشتاین در این باب مبتنی است بر تیغ اوکام یا اوکامز رایزر، که بی جهت نمیتوان و نباید به تعداد انتیتی ها و عرض میشود که موجودات این عالم افزود. او در سخنرانی که تحت عنوان سخنرانی در باب اخلاق A Lecture on Ethics در 1929 القا میکنه، تفکیکی میکنه میان ارزش مطلق و ارزش نسبی و تصور او این است که ارزش مطلق برخلاف ارزش نسبی نسبتی با جهان پیرامون نداره. او یه مثالی میزنه، صحنه قتلی رو مثال میزنه. توجه بکنید، اگر شما همه جزئیات اتفاقاتی که در یک صحنه قتلی رخ داده رو احصا بکنید، برشمارید، مثلا ریخته شدن خون بر روی زمین، خب یه کارگاهی رسیده، یه قتلی رخ داده دیگه، این مثال ویتگنشتاین میزنه، ریخته شدن خون بر روی زمین، پیراهن پاره شده مقتول، این مؤلفه هاش از منه اما برای ایضاح و بسط سخن ویتگنشتاینه، پیراهن پاره شده مقتول، احیانا شیشه دری که شکست، قاتل از اونجا فرار کرده، صدای جیغی که همسایه ساعتی پیش شنیده، همه اینا مؤلفه هایی است که نسبتی داره با قتلی که رخ داده، کشوهایی که مثلا مسائلش پرت شده، پخش شده داخل اتاق و وقتی که کاراگاه در میرسه متوجه میشن که ظاهرا چیزی رو میخواسته از خونه بدزده یا دنبال یه مدرکی بوده که ببره با خود. الا ای حاله، همه اینها انتیتی ها و تعین و تقرر هایی است که در عالم میشه سراغ گرفت. بعضی کنشتاین
ادامه میده، اما نمیشه رد پایی از خوبی و بدی اخلاقی در این صحنه سراغ گرفت. از نظر او یک کنشگر اخلاقی در گزاره اخلاقی قتل بده است. درسته که از اتصاف وصف بدی به قتل سخن میگوید، اما بدی تعینی در جهان پیرامون ندارد و به تعبیر دیگه میشه بدون مفروض گرفتن بدی نیست این حادثه رو تبیین کرد. گوی قدرت تبیینی گزاره اخلاقی قتل بده است با مفروض گرفتن بدی به مثابه جزئی از اساسه جهان پیرامون، در قیاس با حالتی که شما بدی رو جزئی از اساسه جهان پیرامون در نظر نمیگیرید یکسانه. اگه اکسپلینیتوری پاور این دوتا یکسان باشه، اومد قاعده اوکام اختزا میکنه که بیجهت به تعداد موجودات جهان نیفزایی و اوصاف اخلاقی رو جزء اساسی جهان پیرامون نیفزایی. اینا فرمودید این صورت بندیش از من، اما تصورم اینه که وقتی او تلویحاً میگوید که ما در باب بدی و خوبی اخلاقی، بدی و خوبی مطلق نه نسبی، نمیتونیم ادعایی درباره تعینشون در جهان پیرامون بکنیم، از این منظر داره حرکت میکنه برای توضیح این امر که گزاره‌های اخلاقی، برگردیم به آنچه که تاکنون بحث کرده، این تصویری ندارن چون کاشفیتی از عالم واقع ندارن. استدلال رو هم میشه مبتنی بر اوکامز ریزر صورت بندی کرد. خب مطابق با آموزه‌های ویتکنشتاین، البته هر آنچه که از جنس مطلق نسبتی با جهان پیرامون نداره و متعلق به مرز عالمه، مثل بحث از سوژه متافیزیکی و سالیپسیزم و منطق که پیشتر مفصلا انجام داده ایم، برای همین گزاره‌هایی که در اونها واژگان اخلاقی به کار رفته، مثل خوبی، بدی، باید، نباید، باید و نباید اخلاقی، وظیفه، مسئولیت، بیش از هر چیزی ناظر به اتیتیود و نگرش کاربر زبان به قلمرو اخلاقه و معنای محصلی نداره. اتیتیود و نگرش او رو که در مرز عالم واقع شده نشان میدهد. فقرات بعدی این فقره که در ابتدای عرایزم برایتون خوندم معید این معناست که بهش خواهیم رسید. ویتکنشتاین در یه نامه‌ای که به انگلمان نوشته و این نامه چاپ شده، گفته که رساله رو، کتاب تراکتاتوس رو، با انگیزه اخلاقی نوشته. خب برای ما غالبا باید تأمل برانگیز باشه به چه معنا کتاب رو با انگیزه اخلاقی نوشته. به نظر میاد اخلاق اونقدر مهم و تأمل برانگیزه برای ویتکنشتاین و ارزش‌های مطلق اخلاقی که امروز متعلق به مرز جهان نه داخل جهان، و برای همین امر اخلاقی در فضای رساله در زمره امور نشان دادنی نه گفتنی. گفتیم یک مرزی میان سیبل و شوئبل او کشیده و چنانکه فوسنکول و برخی از شارحان گفتن از مهمترین تفکیک‌های فلسفی تراکتاتوسه، اخلاق هم در فضای رساله در زمره نشان دادنی هاست. گزاره‌های اخلاقی معطوف به منظر و نگرش فاعل اخلاقی از مرز جهان و ناظر به درون جهان. دقت بکنید، اخلاق و گزاره‌های اخلاقی معطوف به منظر و نگرش فاعل اخلاقی از مرز جهان، همون جایی که نوبتی پیشین هم راجع به سالیپسیزم سخن میگفتیم، و البته ناظر به درون جهان و بیش از هر چیزی بر اتیتود و گرایش‌های او دلالت میکنه و نه بیشتر. یه نقل قولی براتون بخوانم از کتاب درباره اخلاق و دین که ترجمه مالک حسینی و بابک عباسی است. چند سال پیش نشر هرمز این رو چاپ کرده. پاره‌ای از سخنان ویتکنشتاین درباره اخلاق و دین چنان که از عنوانش برمیاد و انتخاب و ترجمه این اثر رو این دو دوست عزیز من، مالک حسینی و بابک عباسی، انجام دادن. این فقره رو از اونجا براتون نقل میکنم. میگوید که همه گرایش من و گمان میکنم گرایش همه کسانی که تاکنون کوشیده اند درباره اخلاق یا دین بنویسند یا سخن بگویند، برخورد با مرزهای زبان بوده است. این برخورد با دیوارهای قفس من کاملا و مطلقا مأیوس کننده است. اخلاق تا آنجا که از تمنای گفتن چیزی درباره معنای غایی زندگی، خوب مطلق، امر با ارزش نشأت می‌گیرد، نمی‌تواند علم باشد. جمله دوباره می‌خونم
اخلاق تا آنجا که از تمنای گفتن چیزی درباره معنای غایی زندگی، خوب مطلق، امر با ارزش نشأت میگیرد، نمیتواند علم باشد. آنچه اخلاق میگوید به هیچ معنایی به دانش ما نمیافزاید، اما سندی است از گرایشی در ذهن بشر که من شخصا نمیتوانم به آن عمیقا احترام نگذارم. عنایت فرمودید اما سندی است از گرایشی در ذهن بشر که من شخصا نمیتوانم به آن عمیقا احترام نگذارم. اگر این فقره در کنار آنچه که تاکنون گفتم مد نظر قرار بگیریم، میشه فهمید که چرا نمیشه گزاره‌های اخلاقی رو در قالب کلمات سنسفول صورت بندی کرد در فضای تراکتاتوس. اینکه ویتکنشتاین به ایجاز هرچه تمامتر در فقره 6421 میگوید اخلاق و زیبایی شناسی یکی هند، از همینجا نشأت میگیره، به این معنا که گزاره‌های اخلاقی مانند گزاره‌های زیبایی شناختی تصویر ندارند، سنس فول نیستند، در زمره امور نشان دادنی هستند. البته مزخرف و مهمل هم نیستند، چون بعدا بحث از فلسفه که برسیم و مفهوم جیبریش و نانسنس رو که به اصطلاح ویتکنشتاین به کار برده برای پاره ای از گزاره ها توضیح میدم. منطق و اخلاق به نظر ویتکنشتاین در زمره امور نشان دادنی هستند، اما چنان که میبینیم فانکشنی برای اونها قائله، اما فانکشنی که خب اتیتیود و نگرش فرد رو نشان میدهد و در این حال گزاره هایی که در این سیاق صورت بندی میشون فاقد تصویرن و معالا فاقد معنا داری. خب قصه رابطه این همانی میان اخلاق و زیبایی شناسی رو خوب قدری بشکافیم. من برای اینکه این رو توضیح بیشتری بدهم ترجیح میدم از یکی از مفاهیمی که ویتکنشتاین از اسپینوزا وام کرده و در رساله اون رو به کار بسته در فقرات بعدی استفاده بکنم. اون مفهوم عبارت هست از وجه ابدی، sub specie eterni، از وجه ابدی. این معادلی است که من برای آن گذاشتم. البته خاطرم هست که پیشتر در یکی از مقالاتی که چند سال پیش راجع به مفهوم سکوت در تراکتاتوس نوشته بودم، این رو از وجه سرمدی ترجمه کرده بودم، اما بعدن دیدم که از وجه سرمدی معادل مناسبی نیست، چرا که سرمد و سرمدی در فلسفه ملا صدرا و فلسفه کلاسیک اسلامی تنینی داره که این تنین در این اصطلاح هم افکنده می شود. بهتر است ما معادلی استفاده کنیم که متضمن اون تنین نباشه، چرا که بار متافیزیکی به معنایی که میرداماد استاد ملا صدرا و پیروان میرداماد از سرمد و سرمدیت مراد می کردن اینجا مطمئن نظر ما نیست و نباید باشه، و فکر کردم که شاید این معادل رهزن باشه، از این جهت اون رو از وجه ابدی قرار دادم. فقره رو براتون میخوانم، فقره 645 در ادامه این فقراتی که آمده است. میگوید ویتکنشتاین که نگاه کردن به جهان از وجه ابدی عبارت است از نظر کردن در آن به مثابه کل، ولی کل کرانمند. احساس جهان به مثابه کل کرانمند، این از آنچه رازآلود است. دوباره میخوانم، نگاه کردن به جهان از وجه ابدی عبارت است از نظر کردن در آن به مثابه کل، ولی کل کرانمند. احساس جهان به مثابه کل کرانمند، این از آنچه رازآلود است. یادم هست در ترجمه این عبارات به زبان فارسی چه حالا تعبیر بگم رنجی بردم، شاید قدری تند باشه اما بسیار بسیار از من انرژی و زمان بود برگرداندن این عبارات در زبان فارسی و احیانا تلاش برای اینکه این عبارات تراش خورده باشند و روح حاکم بر این فقرات رو منتقل بکنن. این 4 صفحه 5 صفحه آخر کتاب تراکتاتوس رو باور کنید ترجمه آن نمیدانم چقدر زمان برد، اما برخی از ترجمه ها رو بی اقراق 5-6 بار من از نو نوشتم، یعنی می نوشتم دوباره ادیت می کردم، بعد با یه دوست عزیزی همین آقای دکتر مالک حسینی با هم می خواندیم
درش درس می بردم، برخی از مواقع می دیدم جمله جمله‌ای نیست که با روح حاکم بر فضای کتاب متناسب باشه، دوباره از نو می نوشتم و امیدوارم حالا انشاءالله کتاب که منتشر میشه این تعابیر در زبان فارسی توانسته باشه این بخش از پوئتیک، این بخش پوئتیک رساله رو منتقل کرده باشه. یادم همین تعبیر این از آنچه راز آلوده است رو یا تعابیری از این دست رو کاملا متناسب با فضای حاکم بر متن انگلیسی و آلمانی کتاب، که البته من آلمانی نمیدانم، دوست عزیزمون آقای مالک حسینی زحمت رو میکشید. باری نگاه کردن به جهان از مرز عالم و در این حال آن رو به مثابه یک کل کرانمند تجربه کردن، دست از سالیپسیزم و نوبت پیشین خاطرتون هست توضیح دادم، میگوید نگاه کردن به جهان از مرز عالم و در این حال اون رو به مثابه یک کل کرانمند تجربه کردن قوام بخش نگاه کردن از وجه ابدیه. بذارید این نگاه کردن از وجه ابدی رو یه مثالی بزنم. این رو میشه گفت که ویتنشان در کتاب نوتبوکس روزنگاشت ها هم از منظری توضیح داده. ببینید شما یک کوزه سفالین رو در نظر بیاورید، یک کوزه سفالین، میشه گاهی این کوزه رو در اداد سایر امور واقع در جهان تجربه کرد، درسته؟ و بعد راجع به مؤلفه های مثل وزن و اندازه و میزان زبری و احیانا رنگ کوزه گری و نقوشی که روی کوزه ترسیم شده سخن گفت. میشه دیگه. همچنین میشه در باب کاربرد این کوزه سخن گفت و مثلا اون رو ابزاری برای نگه داشتن آب و استفاده از اون در هنگام نیاز برشمرد و دانست. اما حالا اگر شما فارغ از این امور به آن کوزه صرفا از آن حیث که کوزه است بنگرید و به تعبیری کوزه بدل به کل جهان شما بشود، آنگاه تجربه هنری رخ داده. خوب توجه میکنید؟ به تعبیری که ویتکنشتاین در کتاب روزنگاشت ها آورده، این روزنگاشت ها قبل از تراکتاتوس نوشته شده، یاد داشت های اوست و روزنگاشت، میگه ما در تجربه های روزمره به اشیا و امور پیرامونی از میانه نظر میکنیم. خب حالا که در تجربه های زیبای شناختی به امور واقع از بالا نظر میکنیم، یعنی اون شی بدل به کل جهان ما میشه. از هول نگاه کردن به جهان از وجه ابدی، توضیحی است که امیده من در مقاله‌ای که راجع به همین با یکی از دانشجویانم نوشتیم و در کتاب امر اخلاقی و امر متعالی من هم منتشر شده، این رو کوشیدیم بسش بدیم و بحث مقوله از وجه ابدی، عنوان مقاله ما هست ویتکنشتاین و نگریستن از وجه ابدی، ساب اسپیشی اترنی، اصطلاح اسپینوزا هستم که آوردم، اترنی که در زبان لاتین آمده است همانیست که در انگلیسی ما بهش اترنال میگوییم، ساب اسپیشی اترنی که معادل از وجه ابدی برای آن اختصاص داده شده است. پس اگر من به این کوزه به مثابه یک کل نگاه کنم، فارغ از آثار و نتایجی که میتواند برش مترتب باشد، فارغ از مؤلفه ها و مقومات کوزه، بلکه اون بدل به جهان من بشود، تجربه زیبای شناختی به نظر ویتکنشتاین اونجا محقق شده است. در واقع در تجربه زیبای شناختی شیء مورد نظر بدل به جهان کاربر زبان می شود و فارغ از سیاق و نحوه تعاملش با دیگر اشیا متعلق تجربه قرار می گیرد. از وجه ابدی نگریستن به این پدیده ها متضمن نگریستن اونها از مرز عالم و بدین معنا شیء گویی که بدل به کل جهان تجربه گر می شود. خب این تجربه زیبای شناختی و تفکیک میان نگریستن به امور از میانه و نگریستن به امور از بالا، این تفکیکی که در روزنگاشت آورده ویتکنشتاین، من اون رو وام کردم برای توضیح رابطه میان ارزش‌های اخلاقی و عرض می‌شود که ارزش‌های زیبای شناختی. خب حالا ببینید از همین منظر شما بخواید نگاه اخلاقی رو در جهان توضیح بدید، به نظر میاد نگریستن به پدیده ها در جهان اگر از وجه ابدی صورت بگیرد، این همون نگاه اخلاقی است. اراده اخلاقی ناظر به مرزهای جهانه، نه بخشی از جهان. من یه نوبتی اشاره کردم که امروزم تفکیکش رو آوردیم که ویتکنشتاین میان ارزش نسبی و ارزش مطلق تفکیک قائل میشه. ارزش نسبی تو جهان وجود داره،
با اون ارزش ها او هیچ مشکلی نداره، یعنی اون گزاره ها رو میشه صورت بندی معناداری کرد. مثلا اگر من بگویم که باید کمربند ایمنی رو بست، این گزاره فرق میکنه با این که باید راست گفت یا باید عرض میشود که اخلاقی زیست و امثال ذالک. چرا که اون میگوید برخی از این ارزش ها ارزش های نسبی هن. وقتی که ارزش نسبی شد میشه راجع به کانسیکونس ها شما توضیح بدید، و اگر راجع به کانسیکونس هاش توضیح میدید یعنی دارید یک تبیین نچرال از آن به دست میدهید، و این فرق میکنه با امری که ایستاده مرز جهان و داخل نمیاد. اینا فرمودید. به همین سبب این نکته جالبی برای من بود اولین بار که بهش رسیدم، و همون ایام هم در اولین فرصت که این رو درس دادم و تأمل کردم و یادداشت برداشتم، این رو بدل به یه مقاله دیگری هم کردم، نسبت سنجی میان اخلاق کانتی و اخلاق ویتگنشتاینی. جالبه که مانند کانت، ویتگنشتاین به آثار و نتایج مترتبه بر افعال در حوزه اخلاق نظر نمی‌کنه و مرزبندی روشنی با اخلاق نتیجه گرایانه داره، کانسیکوئنشیالیستیک اتیکس. کانسیکوئنشیالیستیک اتیکس که میراث فیلسوفان انگلیسی و در رأس و صدرشون جرمی بنتام و جان استوارت میله و یوتیلیتاریانیزم از مهمترین نهله های کانسیکوئنشیالیستیکه که خوبی و بدی و بایسته و نابایسته بودن افعال اخلاقی رو در گرو آثار و نتایج مترتبه بر اونها میداند، و عرض میشود که یوتیلیتی پرینسیپل از مقدمات این نگاه اخلاقی است. ویتگنشتاین در تراکتاتوس کاملا از این موضع فلسفه اخلاقی فاصله میگیره و معتقد است که احراز نتایج مترتب بر انجام یا ترک فعلی یعنی پای نهادن به درون جهان. این کار اشکالی نداره با، اما از حوزه اخلاق به مثابه یه امر مطلق فلسفی میاد بیرون. در کتاب بنیاد مواد طبیعی اخلاق کانت تفکیک خوبی میکنه میان روانشناسی اخلاق و امور روانشناختی توسعاً و فلسفی. به لسان کانتی اینا بحثای روانشناختیه، بحثای تجربیه، چون پاتون رو گذاشتید درون عالم. ویتگنشتاین هم راجع به اخلاق و حرمت اون و مطلق بودنش وقتی سخن میگه میگوید اینا متعلق به مرز عالم هست. اگر از آثار و نتایج ما مترتبه بر این امور سراغ بگیرید، نه اینکه خبط کرده باشید، نه اینکه خطا کرده باشید، اما جنس این بحث دیگه بحث فلسفی نیست، بحث تجربیست، بحث آنتروپولوژیک است، انسان شناختیست. حالا مطابق با این شد این فقرهی که پیشتر خواندم رو بهتر بشه توضیح داد. میگوید که هنگامی که قانون اخلاقی در قالب تو باید وضع شود، اولین اندیشه این است و اگر آن را انجام ندهم چه میشود؟ ببین این همون کانسیکوئنس های مترتبه بر فعل. اما روشن است که اخلاق با مجازات و پاداش در معنای متعارف کلمه نسبتی ندارد. روشن است که اخلاق به روایت من که امر مطلقی است که قطع نظر از آثار و نتایج مترتبه بر فعل نسبتی با پاداش و مجازات در معنای متعارف کلمه نداره. بنابراین پرسش از نتایج فعل باید بی اهمیت باشد. ببینید کاملا کانترست رو با اخلاق کانسیکوئنشیالیستیک. برای همین است که عرض میکنم این فقرات موجزه، اما وقتی بس پیدا میکنه و شما این رو در ادامه سنت فلسفی در ذیل سنت فلسفی مغرب زمین میخوانید، اون وقت در میابید که اهمیت این سخنان برای فهم مواضع مختار فلسفی ویتگنشتاین از کجا نشأت میگیره. بنابراین پرسش از نتایج فعل باید بی اهمیت باشد. اینجا کاملا پا جا پای کانت میذاره و در تقابل با سنت یوتیلیتاریانیزم سخن میگوید. پاداش اخلاقی و مجازات اخلاقی باید وجود داشته باشد، اما اینها باید در خود فعل واقع باشد، و این هم روشن است که پاداش باید چیزی خوشایند باشد و مجازات چیزی ناخوشایند. خوشایند و ناخوشایند یه امر سابجکتیوه، یه امریست که به اتیتود و نگرش فرد برمیگرده، و باز دوباره او میکوشه توضیح بدهد که اگر در وادی اخلاق به روایت لودویگ جوان قرار است سخنی گفته شود، اموری است که همه در مرز عالم اتفاق میفته نه در درون عالم، چون اخلاق با اطلاق و مطلق بودن ارزش ها هم انان است و نه ارزش های نسبی که با کلکولیشن و از میشود که کانسیکوئنس ها در میرسن. حالا شما ببینید فقره ای که در ادامه آمده
که پیشترم براتون خواندم، یعنی فقره 6:43، فکر میکنم که اینجا معنای محصلش رو کاملا پیدا میکنه. اگر بناس اراده خیر یا شر جهان را تغییر دهد، تنها میتواند مرزهای جهان را تغییر دهد، نه امور واقع را، نه آنچه را میتوان با زبان بیان کرد. پس گزارای اخلاقی رو نمیشه در زبان ریخت به معنای گزارهای معنادار، چون اینا در زمره امور شعبه لن و مرز عالم هن، نه در اون عالم. خلاصه اثرش، یعنی اثر اراده خیر و شر، باید بگونه ای باشد که جهان تبدیل شود به جهانی به کلی متفاوت. جهان به مثابه کل باید به تعبیر اوج یا حضیض یابد. این تعبیر جهان به مثابه کل، یعنی وقتی که شما از منظر ابدی در آن مینگرید، از مفاهیم دیگر تراکتاتوس است. در ادامه سالیپسیزم و سوژه متافیزیکی که جلسات پیشین بهش پرداختیم و چنان که امروز تأکید کردم، نسبنامه اسپینوزایی داره. جهان به مثابه کل، یعنی برای کسی که مرز عالم ایستاده، نه در درون عالم، نه وقتی که راجع به توتالیتی آف فکس یا راجع به استیت آف افرز سخن میگه. اینا فهمیدید جهان انسان خوشبخت با جهان انسان ناخوشبخت متفاوته. خب یعنی چی جهان انسان خوشبخت با جهان انسان خوشبخت متفاوته؟ یعنی اخلاق بیش از هر چیزی متضمن نگاه و نگرش فرد به جهانه، از منظر وجه ابدی، از وجه ابدی و از مرز عالم. ما هیچ ما نگاه، خوشبختی و ناخوشبختی در چگونگی نگرش انسان ها به پدیده ها مندرجه. ببینید مطابق با آموزه های رساله، انسان خوشبخت و انسان ناخوشبخت در جهان یکسانی زندگی میکنن. جهان هر دوشون که عبارت است از تمامیت امور واقع. فرض کنید من انسان ناخوشبختی باشم، شما انسان خوشبختی، خیلی خوب، هر دومون که در یک جهان زندگی میکنیم، یعنی توتالیتی آف فکس ما رو احاطه کرده و تر چنبره خود گرفتار. فرقی نمیکنه، منم در همینجا وقتی که میرم کنار لیک، با شما که میدید کنار لیک یکسانیم، وقتی که سوار هواپیما میشیم، وقتی سوار دوچرخه میشیم، همه ما در جهان یکسانی واقع شده ایم، اگر جهان توتالیتی آف فکس باشه. پس اگر این چنین است، چه امری فرق فارق میان جهان انسان خوشبخت و جهان انسان ناخوشبخت؟ اگر از ویکنشتان بپرسیم، آنچه قوام بخش تفاوت میان این دوست عبارت است از نگاه کردن به پدیده ها از وجه اولی. این دو جهان، این امر است که دو جهان متفاوت رو برای اونها رقم زده. این گونه نیست که انسان خوشبخت وقتی که شما اساسه جهانی پیرامونش رو برمی‌شمارید با انسان ناخوشبخت فرق میکنه، نه، چون همه ما محکومیم به زندگی در توتالیتی آف فکتس ها و محتوم، سرنوشت محتوم ما عبارت است از تبعیت از قوانین طبیعت. من و شما الان از همین طبقه چندم ساختمون، چه من پامو از شیشه بیرون بگذارم و چه شما، هر دو بریم بیرون میفتیم پایین، دست پامو میشکنه. محتوم سرنوشت ما که تبعیت کنیم از قوانین طبیعت، چه آدم خوشبختی باشه چه آدم ناخوشبختی، فرقی نمیکنه. ما گریز و گزیری از تبعیت از قوانین طبیعت نداریم. این یکی. دوم هم این که در چنبره توتالیتی آف فکتس گرفتار آمده ایم. پس از این حیث همه ما در یک جهان زندگی میکنیم، همه آدمی هم. خب اگر این از خوشبختی و ناخوشبختی که ویتکنشان از سخن میگه و این رو نسبتی میبخشه با امر اخلاقی، از کجا نشأت میگیره؟ سخن او این است که آنچه قوام بخش تفاوت میان این دوست، چنان که من میفهمم، عبارت است از نگاه کردن به پدیده ها از وجه ابدی. اینه که دو جهان متفاوت رو برای اونها رقم زده. امور خیر و شر نمیتوانند در جهان پیرامون دست رو تصرفی کنند. دیدید گفت اراده خیر و شر تنها مرزهای عالم رو میتونه تغییر بده. خواندم براتون اون فقره رو دیگه. اگر بنات اراده خیر یا شر جهان رو تغییر دهد، تنها میتواند مرزهای جهان رو تغییر دهد، نه امور واقع رو، نه آنچه را میتوان با زبان بیان کرد. پس امور خیر و شر چه میکنند؟ اگر دخل و تصرفی میکنند، تفسیر مرزهای جهان است. به همین و بیش از این به امری نائل نمیآیند. اگر این نگاه از وجه ابدی و مرز عالم و نه از درون عالم و نه از درون عالم صورت بگیره، اون وقت محصول اون میشه تجارب اخلاقی و زیبایی شناختی. پس عنایت میکنید که مفهوم ساب اسپیشی اترنی به ما توضیح میده که
تجربه زیبایی شناختی و تجربه اخلاقی در نظام رساله از کجا محقق می شود. حالا میشه فهمید اون تعبیری که ویکنشتان برای انگلمان نوشته که من تراکتاتوس رو با انگیزه های اخلاقی نوشتم به چه معناست. اینجا یعنی با انگیزه مطلق اخلاقی، این اخلاق به مثابه امر مطلق، نه به مثابه یک امر نسبی که عبارت است از آثار و نتایج مترتبه بر افعال. اینا فهمیدید؟ اگر اخلاق کانتی اخلاق نان کانسکوئنسیالیستی که، اخلاق ویتکنشتاین هم اخلاق نان کانسکوئنسیالیستی به این معنا. اما در این حال چنان که مستحضرید تفاوت مهمی هم این دو با هم دارند. اون همین که گزاره های اخلاقی در نظام کانتی معنا دارن، گزاره های سینتتیک آپرایورای هن، ترکیبی پیشینی هن. اما در نظام ویتکنشتاین گزاره ها آنالیتیک آپرایورای هن، معنا ندارن دیگه چون تصویر ندارن. کانت درسته که اخلاقش غیر تجربیه، درسته که اخلاقش غیر نتیجه گرایان است، درسته که از امر مطلقی سخن میگه که پیش از تجربی است، اما در این حال گزاره های اخلاقی یا تنسیق های چنگانه امر مطلق در نظام کانتی معنا دارند و افاده معنا و معرفت میکنند. اما در نظام ویتکنشتاینی فصل مشترکش با اخلاق کانتی این است که گزاره های اخلاقی از امر مطلق نشأت میگیرند، غیر تجربی اند، غیر نتیجه گرایانند، اما در اداره گزاره های سینتتیک آپرایورای در نظام کانتی نیستن، بلکه آنالیتیک آپرایورای هستند و مثل گزاره های منطقی، مثل گزاره های ریاضیاتی که قبلا به تفصیل بحث کردیم میشه اینها رو فقط نشان داد، معنا ندارن. اینجا فصل مشترک ویتکنشتاین و کانت هست در اخلاق و در این حال فصل مفترقشون رو هم باید پیش چشم قرار داد. اعضای حلقه ویان چنان که قبلا هم عرض کردم و در سلسله مقالاتی که درباره تاریخ فلسفه تحلیلی در ماه‌های اخیر از من چاپ شده در یه نوبت به تفصیل رو توضیح دادم، با کانت در پیچیدند و گفتند که گزاره‌های سینتتیک آپرایورای قبلا هم توضیح دادم در این جلسات ما نداریم. گزاره‌ها یا ترکیبی پسینی هم همون که هیوم میگفت، مثل گزاره‌های علمی همه اون چیزی که در علوم تجربی بر ساخته شده است، یا آنالیتیک آپرایورای یعنی تحلیلی پیشینی هم، مثل منطق و ریاضیات. و از این حیث هم به اختفای ویتکنشتاین در رساله گام برداشتند و درست هم این بخش رساله را خوانده بودند. یعنی گزارهای اخلاقی معنا ندارند. اما در این حال از نگرش و اتیتیود فرد نشأت میگیرند و برای ویتکنشتاین در رساله منزلتی دارند، یا بگیم ویتکنشتاین منزلتی برای اخلاق به این معنا قائله. اخلاقی که ناظر به نظر کردن به عالم به مثابه کل کرانمن از وجه ابدی است و در این حال معطوف به ارزش‌های مطلق نه ارزش‌های نسبی، اما در این حال این ارزش‌های اخلاقی خودشون رو نشان می‌دهند، شوعبلند در اداد گزاره‌های سیبل و گفتنی نیستن. اینجاست که میشه فهمید که او وقتی میگوید اخلاق یه امر ترانسندنتاله، یعنی اخلاق استعلایی است، چنان که خواندم برای شما، به چه معناست و چرا از این همانی اخلاق و زیبایی شناسی ویتکنشتاین سخن گفته است. میگوید روشن است که اخلاق را نمیتوان به قالب کلمات درآورد. 6421 اخلاق اصطلاحی است و در ادامه اون اخلاق و زیبایی شناسی یکیه. این همانی اخلاق و زیبایی شناسی چنان که من میفهمم و با پیش چشم قرار دادن کل نظام تراکتاتوس، نظر کردن در عالم از وجه ابدی است و گزاره‌ها هر دو شوعبلن نه سیبل، و چنان که آوردم با تفکیک میان امر مطلق یا ارزش مطلق و ارزش نسبی، چنان که در سخنرانی الکترون اتیکس در کمبریج ویتکنشتاین آورده، میشه فهمید که او از کجا به اخلاق نظر میکنه و قصه از میشود که امر وجه ابدی از وجه ابدی چه منزلتی داره. خب من عرایزم رو جمع بندی بکنم در باب اخلاق، البته با توضیح دیگری که در انتها عرض میکنم. نوعی مقایسه است میان نظام اخلاقی ویتکنشتاین متقدم و ویتکنشتاین متأخر، و پس از اون هم منتظر شنیدن ملاحظات دوستان هستم. ببینید، تا اینجا متوجه شدیم که دغدغه های اخلاقی در رساله موج میزنه، یا با انگیزه های اخلاقی ویتکنشتاین تراکتاتوس رو نوشته، هرچند جهان عاری از ارزش های اخلاقیه و گزاره اخلاقی هم بی‌معنی هستند و به اصطلاح غیر معرفت بخش. اگر از تعابیر فنی بخوام استفاده بکنم، ویتکنشتاین در رساله هم انتی‌ریالیسته
چنان که در ابتدای عرایزم آوردم، یعنی جهان پیرامون رو عاری از ارزش‌های اخلاقی میدونه و هم نان کاگنیتیویسته، یعنی ناشناختگرا، غیر شناختگرا، به این معنا که هم قائل است که جهان عاری از ارزش‌های اخلاقیه و اونتولوژی اخلاقی خالیه و همین که گزارای اخلاقی رو معنا بخش و معالا معرفت بخش نمیدونه. با همه اینها اخلاق منزلتی داره و جایگاهی که برگرفته شده از نگاه و نگرش کاربر زبان به جهان پیرامونه. این توضیح آنچه که من از کل مباحثی که نشان در رساله راجع به اخلاق میفهمم. حالا نوبتاتی انشاءالله بحث از مرگ و معنای زندگی رو هم که بدان منظم کنیم و پس از آن فلسفه، اون وقت این در نظام ویتکنشتاینی در جای خودش خوش می نشیند. اما مقایسه‌ای که میان ویتکنشتاین متقدم و متأخر میشه در باب اخلاق کرد، متناسب با پاره از خانش های شارحان او، فی المثل کورا دایاموند که یکی از خوانندگان یا به اصطلاح قاریان مشهور ویتکنشتاین متأخر است و در کتاب هانس سلوگا و دیوید استرن The Cambridge Companion to Wittgenstein، مقاله ویتکنشتاین Mathematics and Ethics Resisting the Attraction of Realism رو نوشته کورا دایاموند و یکی مقاله ویتکنشتاینیان اتیکس که در انسایکلوپیدیای اتیکس منتشر کرده کورا دایاموند، که من با خانش او کم و بیش همدلی دارم. به توضیح که عرض میکنم خانش او همدلی دارم، یعنی این خانش از ویتکنشتاین متأخر رو میپسندم که وفادار به متنه یا متناسب با روح حاکم بر متنه. و این بحث رو دیزی فلیپس هم در حوزه فلسفه دین ویتکنشتاین متأخر آورده، اما چون این دایکاتومی ها از یه جا نشأت میگیره اون رو توضیح میدهم برای اینکه ما شما تفاوت رو ببینید که او چه جامپی به اصطلاح کرده از دوران نخست به دوران دوم و متأخر. او در باب وجود شناسی اخلاقی البته او موضع گیری صریحی نکرده در دوران متأخر، چون گفتم دو تا موضع کلان ما داریم، یا شما واقع گرایید یا ضد واقع گرایید، یا قائلید که ارزش های اخلاقی در جهان پیرامون وجود دارند، یا قائلید که ارزش های اخلاقی در جهان پیرامون وجود ندارند. حالا در اردوگاه واقع گرایان البته میشه مواضع مختلف رو از هم تفکیک کرد، مثلا افلاطونی گری هم یه موضع ریالیستیکه در باب ارزش های اخلاقی، یا موضع کسانی که طبیعتگران و معتقدن ارزش های اخلاقی رو میشه به مفاهیمی مثل لذت یا پلیجر عرض میشود که یا ویلفیر و امثال ذلك ریدیوز کرد، بازم یه امر نچرال و تجربی و این جهانی راجع به ارزش های اخلاقی میگویند. و بعد البته یه موضع نان نچرالیستیک هم که حالا دیوید مور یا جان مکداول دیگران هم که معتقدن ارزش های اخلاقی مانند کیفیات ثانویه هم، مثل صدا، مثل بو، که تعیونشون در عالم متوقف بر حضور یک مدرکه اما به هر حال به نحوی از آنها وجود دارن، مثل کیفیت ثانویه صدا و خصوصا رنگ و این مقولات. حالا وارد اون بحث نمیشم، اون خودش یک بحث درازاهنگی است که در اردوگاه واقع گرایان میشود شاه افراد مختلف رو از هم تفکیک کرد. این پویمن که فیلسوف اخلاق است خوب این رو توضیح داده. من ایامی که ایران فلسفه اخلاق تدریس میکردم یادم هست که از این کتاب پویمن که نسبتاً هم مستحدثه 2007-2006 استفاده میکردم برای تقریر شاخه های مختلف واقع‌گرایی اخلاقی. این در زیل این دو اردوگاه کلان باز ما شاخه های مختلف داریم، افلاطونی گرایی چنان که آوردم، نچرالیزم و نان نچرالیزم. خب در اردوگاه ضد واقع‌گرایان هم البته میشه آرای مختلفی رو سراغ گرفت، اما علی ای حالن همه اینها در این متفق القولن که ارزش‌های اخلاقی تعیینی در عالم پیرامون ندارن. کانت رو مثال زدم، ویتکنشتاین متقدم رو هم که خواندیم فقرات رو در فقره 6-4 و از 6-4 ببند. ویتکنشتاین متأخر جالبه، این امر هم اختصاصی به حوزه اخلاق نداره، کلن چون به واکاوی قلعه هزار توی زبان همت میگماره
و کارش به قول خود اون نوعی درمانگری است در وادی فلسفه و کجتابی ها و رهزنی های زبان رو سراغ گرفتن و به درمان آن همت گماردن و افسون زدایی کردن از زبان و نگاه تراپیوتیک رو اخذ کردن که در فقرات فلسفیکال اینوستیگیشنز این رو توضیح داده، بعداً انشاءالله اینها رو میخوانیم پس از اتمام این دوره. فلیپس و کار دایموند دو تا از شارحان ویتکنشتاین، یکی در حوزه فلسفه دین که دیزی فلیپس باشه و دومی کار دایموند که در حوزه اخلاق و ریاضیات باشه، توضیحی که دادن این است که ویتکنشتاین اگر بخوایم سخنان او رو جدی بگیریم و به کار ببریم در این حوزه، میشه گفت که او اساساً با دوگانه واقع گرایی و ضد واقع گرایی بر سر مهر نبوده، در دوران دوم و متأخر بود، یا به تعبیر دیگر از این دوگانه فراتر رفته و از یه موضع سومی سراغ گرفته. هرچند به صراحت اتخاذ موضعی نکرده، اما فلیپس و دایموند معتقدن که لوازم و لواحق این نگاه درمانگرایانه یا تراپیوتیک رو میشه در این دو حوزه دین و اخلاق بررسی کرد و به نتایجی رسید. خب مسئله چیه؟ مسئله این است که به نزد این شارحان نگاه ویتکنشتاینی به این کاتگوری های فلسفی معطوف به گرامر واژه واقعیت میشه، واقعیت توی گیومه، واژه واقعیت reality. خب سخن اینا این است که ما وقتی که راجع به واقعیت سخن میگیم، خود واژه واقعیت گیومه قراره که کژتابی های زبان رو اولا بشناسیم و ثانیا درمان کنیم. سخن این شارحان این است که واژه واقعیت خود مفروضاتی داره که این مفروضات خیلی از مواقع کاویده نشده وقتی ما در زبان طبیعی اون رو به کار میبریم. من وقتی میگم یه امری واقعی است، از نظر این شارحان مرادم این است که یک جهان پیشازبانی رو من مفروض گرفتم و معتقدم پاره از امور در جهان پیشازبانی، یعنی پیش از مراجعه به زبان، تعین و تقرر پیدا کردن، من حالا در زبان دارم راجع به اون سخن میگم که آیا این واقعی است یا واقعی نیست. و بعد اینا میگویند که اگر ما لنگویج باوندد بودن انسان رو جدی بگیریم، اگر لنگویج باوندد بودن رو جدی بگیریم، زبانمند بودن انسان رو به اقتضای آموزه‌های یا بگیم مقتضای آموزه‌های ویتکنشتاین متأخر، این است که درباره جهان پیشازبانی نمیشه اتخاذ موضع کرد. ما از دهلیز و مرحله زبانه که وارد عالم میشیم، پس نمیشه جهان پیشازبانی رو مفروض گرفت، تعین و تقررش رو در عالم، فقط درباره اون به مدد زبان سخن گفت. و میگوین وقتی که این دقیقه مهم فراموش میشود، اون وقت گرامر واژه واقعیت درست مد نظر قرار نگرفته. ما اگر آموزه های ویتکنشتاین متأخر رو از نظر این شارحان جدی بگیریم، درباره تعین و تقرر امور در جهان پیرامون به نحو پیشازبانی، یعنی روزگاری که یا ایامی که سالیانی که دوره‌ای که هر وقت که اینها وجود داشته اند و ما حالا داریم پس از آن از طریق زبان راجع به اونها سخن میگیم، اینا میگوین آموزهای ویتکنشتاین متأخر این رو به ما نمیگه. اون میگه که ما از دهلیز زبان چنان که آوردم وارد جهان میشیم، از طریق زبان و زبانمند بودن و موجودی به مثابه موجود لنگویج باوندد که ما ارتباطی با جهان پیرامون برقرار میکنیم. پس این دایکاتومی it's a false dichotomy، یه دوگانه کاذبه، دوگانه واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی. و بعد از شق سومی سراغ گرفت. کورا دایموند در مقاله ویتکنشتاین Mathematics and Ethics Resisting the Attraction of Realism، شما از خود همین تایتل میتونید دریابید که مقاومت کردن در برابر جذابیت ریالیزم، میاد و راجع به گرامر واژه ریالیزم تو گیومه سخن میگه و این دایکاتومی ریالیزم و انتی ریالیزم رو سعی میکنه بشکنه. و این البته سخن دیزی فلیپس هم است. دیزی فلیپس از
مهمترین شارحان ویتکنشتاین در حوزه فلسفه دینه که او هم فکر میکنم 2006 از دنیا رفت. پس اگر این باشه دوگانه واقع گرایی دینی ضد واقع گرایی دینی دوگانه ناموجهه. در حوزه اخلاق هم دوگانه واقع گرایی اخلاقی ضد واقع گرایی اخلاقی دوگانه ناموجهه و از آن باید فراتر رفت و از موضع سومی سخن به میان آورد. من الان دیگه وارد اون نمیشم که این موضع سوم چیه یا احیانا چه معنای محصلی میتونه داشته باشه و آیا این موضع موجهی یا نه، فقط توضیح میدم که اگر آراء شارحان ویتکنشتاین متأخر رو جدی بگیریم، این آرا رو اون وقت شیفت موضع او از دوران تراکتاتوس بحث او در باب اخلاق رو میشه ببینیم وقتی که پای به دوران ویتکنشتاین متأخر میگذاریم. به هر حال این مقدار ظاهراً قدر متیقن است که نه در دوران نخست و نه در دوران متأخر در معنای متعارف کلمه ویتکنشتاین ریالیست نبوده در اخلاق. ویتکنشتاین در حوزه اخلاق ریالیست نبوده. دوران نخست او که کم و بیش روشن است به توضیحی که به تفصیل آوردم. در دوران متأخر هم اگر این سخنان رو ما جدی بگیریم و یا همون قرائت متعارف سوشال و کامیونیتاریان جماعتگرایانه را از آرای ویتکنشتاین متأخر بپذیریم و جدی بیانکاریم، اون وقت دیگه ریالیزم به معنی متعارف یعنی ارزش‌های اخلاقی که در جهان پیرامون تعین داره، مثل همین میز و صندلی که الان ما اینجا می‌بینیم. معنای متعارف از ریالیزم اینه دیگه، من چه باشم چه نباشم این ارزش‌های ببخشید این میز و صندلی تعین دارن در جهان، اساسه جهان پیرامونن، یک شأن اونتولوژیک دارن. به این معنا نمی‌تونه متقدم و نمی‌تونه متأخر ریالیست نبودند. اما به هر حال چنان که آوردم کتاب رو با انگیزه های اخلاقی نوشته و برای اخلاق حرمتی قائل بوده و استدلال او رو هم چنان که من صورت بندی کردم میشه مبتنی بر قاعده اوکام یا اوکامز رایزر توضیح داد که چرا معتقد است که بی جهت نباید به تعداد موجودات عالم افزود ارزش های اخلاقی، قرار نیست بخشی از جهان پیرامون رو به خود اختصاص بدهند. خب من فکر میکنم که همینجا اگر بحث رو ما جمع بکنیم و احیانا برای گفتگو وقتی رو اختصاص بدیم خوبه و انشاءالله نوبت آتی من بحث از مرگ و معنای زندگی که مقوله جذابی است، هم فی نفسه جذابه و هم در رساله ویتکنشتاین به زیبایی بهش پرداخته شده رو، من محل بحث قرار میدم. یادمون نره که بحث از اخلاق در نظام رساله چنان که در ابتدای عرایزم هم آوردم نسبنامه هیومی پررنگی داره و او به اقتفای هیوم بر شکاف میان واقعیت ارزش یا فکت ولیو حرکت کرده و با او هم رأی است. ارزش ها متخذ و مقتبس از واقعیت ها نیستن بلکه پراجکشن من به قول هیوم، و اگر هم شما میخواید از اتصاف امر مطلق به اونها سخن بگید خب البته باید پای نگرش رو و نگاه اخلاقی رو به میان آورید که از مرز عالم است، از وجه ابدی و معطوف به این که عالم رو به مثابه کل کرانمند در نظر آورید، مانند آن تجربه زیبای شناختی که گفتم کوزه هنگامی که بدل به کل جهان می شود برای کاربر زبان، فارغ از سیاقی که در آن قرار گرفته، فارغ از آثار و نتایجی که بر آن مترتب است، فارغ از فانکشنی که داره، فارغ از مؤلفه هایی که اون کوزه داره، اون وقت این بدل به شیء هنری شده. هنر در نظام ویتکنشتاین متقدم از اینجا نشأت میگیره. شما تجربه هنری رو از مرز عالم میتوانید از سر بگذرانید، در میانه نه. او میگوید در زندگی متعارف ما یک کوزه رو میبینیم، یک کوزه زیبای یا یک کوزه سفالین زیبا رو میبینیم، یا فرض بفرمایید که یک پورتره رو میبینیم. اما میگه تفکیک باید کرد به میان نگریستن به پدیده ها از میانه و نگریستن به پدیده ها از بالا. این تفکیکی است که او در روز نگاشت چنان که آوردم توضیح داده و مبتنی بر این میکوشه تجربه زیبایی شناختی و تجربه هنری رو توضیح بده. چون زیبایی شناسی و تجربه زیبایی شناختی رو با تجربه اخلاقی یکسان انگاشته ویتکنشتاین، من دعوت میکنم که دوستان از این منظر
به این قصه بپردازن. البته اگر نکاتی هست حتما الان با هم گفتگو میکنیم. قدری ابهام یا دست کم نکات تأمل برانگیز و خلاف آمد عادت اینجا هست، اما فکر میکنم با پیش چشم قرار دادن آنچه تا کنون از رساله در این جلسات خوانده این میشه فهمید که موضوع در باب زیبایی شناسی و اخلاق و منطق و حالا به توضیحی که بعدا خواهیم دید راجع به معنای زندگی کم و بیش کانسیستنته. میشه باش موافق نبود، اما فکر میکنم در نظام رساله اینها موقعیت یکسانی دارن و استدلال او رو هم باید چنان که آوردم البته پیش چشم قرار داد و دقت کرد که از چه منظری او ضد واقع گرایی رو اتخاذ کرده در حوزه اخلاق. خب از توجه دوستان سپاسگزارم، منتظر شنیدن فرمایشات شما هستم. در این حال برای جلسه آتی خوبه که اون فقرات مربوط به مرگ و معنای زندگی رو که زیاد هم نیست هرچند شرف و تأمل برانگیز است بخوانید تا درباره اونها با هم سخن بگوییم. من اشارتی به مقاله اعتبار و حقیقت در اخلاق، اختراق و اشتراک اخلاق طباطبایی و ویتکنشن متأخرم کردم در ابتدای عرایضم. اون رو هم اجازه بدید یک توضیح یکی دو دقیقه‌ای عرض بکنم و بحثم رو ببندم. فکر میکنم تشابه اخلاق مرحوم طباطبایی به مثابه یک فیلسوف نوصدرایی مسلمان در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم با ویتکنشن متقدم این است که هر دو آنتی رئالیستند. به توضیح که آوردم ضد واقع‌گرا، از آقای طباطبایی هم نقل کردم که چرا، اما به لحاظ معرفت شناختی فکر میکنم که ویتکنشن که نانکاگنیتیویست ناشناختگراست برای اینکه قائل از گزارهای اخلاقی معنی ندارن، طباطبایی گزارهای اخلاقی رو در زمره تصدیقات آورده است و به نظر میاد به معرفت بخش بودن اونها باور داره و مدرکات حقیقی رو از مدرکات اعتباری تفکیک کرده و معتقد است که مدرکات اخلاقی در زمره مدرکات اعتباری هست و در نظام او به هر حال ادراکات اخلاقی معنادارند و معرفت بخشند، هرچند جهان ما عاری از ارزش‌های اخلاقی است. خب از یک فیلسوف البته مسلمان این سخن قریب است و همین گونه هم بود. شاگرد او که مرحوم مطهری بود، چنان که در جلسات مطهری شناسی هم آوردم، هیچ این رأی او رو نتابید و علیه او شورید و گفت که این سخنانی که شما میگی منتج به نسبی‌گرایی در اخلاق میشه، همون حرفایی رو شما میزنی که معالن امثال راسل هم میزدند در باب اخلاق و نمیشه ارزش‌های اخلاقی نادیده انگاشته شوند و جهان ما به تعبیر من عاری از ارزش‌های جهان ما عاری از ارزش‌های اخلاقی باشه. من نمیخوام تکرار بکنم و مجال داوری درباره خوانش مطهری از طباطبایی رو اینجا ندارم، در اون جلسات به تفصیل آوردم، اما به هر حال آن ارتودکس بودن موضع طباطبایی قابل تأمل است. نمیدانم ایشون تا چه میزان متفتن بودند که چه آثار و نتایجی بر این رأی مترتب میشود، کمان که در تفسیر المیزان هم میشه گفت که این مواضع فلسفی ایشون اصلا لحاظ نکرده و انگار نه انگار که این شارح مفسر قرآن مواضع فلسفی هم داشته در اصول فلسفه و روش رئالیسم و کم و بیش از این موضع واقع گرایانه دفاع کرده، اما مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم البته از لون دیگری است، هرچند فشرده است و پاره انقسامات مفهومی در آن صورت نگرفته و در هم رفته است، اما من فکر میکنم اون خانشی که در این مقاله من به دست داده ام با مدد گرفتن ابزارهای نظری نوین کمک میکنه که ما رأی طباطبایی رو درست صورت بندی بکنیم و البته ازش هم میشه دفاع کرد و در این حال یعنی کسانی که بر این باورن، من چون خودم ریالیستم تو اخلاق و با کسانی مثل مکداول و مور همدل ترم، فکر میکنم اما اون موضع رو میشه ازش کسانی دفاع بکنن، اما علی ای حال انتقادات مطهری بر اون کارگر نمی افتد، چون فکر میکنم که تقریر و تنسیق مسئله به نزد مطهری تمام و کمال نبوده، که البته دیگه این بحث خارج از حوصله این جلسه است. اگر عزیزان مایل باشن دعوت میکنم که به اون فایل های صوتی و همچنین مقاله اخلاق
ببخشید اعتبار و حقیقت در اخلاق رو در کتاب زبان و تصویر جهان من ببینیم. خب ممنون از توجه دوستان، منتظر شنیدن ملاحظات و فهمشات شما هستم. من سوالی که داشتم این که خیلی خوب تفسیر کردین، ما چون داریم هایدگر رو میخونیم، من خواهم سوالم یه مقدار تطبیقی بپرسم. ببینید، میخوام چوری بگم که اگه ما اخلاق از زاویه هایدگر نگاه بکنیم، آیا نمیتونه یک کانتر آرگومنتی باشه به اخلاق ویکتنشتاین، یا حداقل یک آلترناتیوی باشه به اخلاقی که ویکتنشتاین داره میسازه؟ ما رو توضیح میدم. ببینید، شما درست مطرح کردین که خیلی این نسبنامه هیومی داره. هایدگر به نظر من، چون که من مطالعه کردم، میخواد اون اصل و باید با هم نزدیک کنه دوباره، ولی بایدش باید کانسکوئنشیالیست نیستش، یعنی بایدی که در اصل قرار میگیره یه حالتی. بعد حالا نکتهش میخوام اینجوری بخوام مطرحش بکنم، یعنی به نظر من این از وجه ابدی که استفاده کردین که گفتین اسپینوزایی هست رو، هایدگر داره تلاش میکنه با فراخوان ما، با زیستنمون در جهان به اون شکلی که هست و یه حالتی احترام گذاشتن به اون بدون تکلفات اخلاقی مثلا یوتیلیتریان به ما اینو برسونه، در صورتی که ویکتنشتاین به نظر من همون کارو میخواد بکنه، یعنی ارزش اون چیزای مطلق اخلاقی گفتیم، ولی داره یه صورتبندی دیگه بهش میده. از این لحاظ که همونطور که قشنگ مطرح کردین، یه حالتی چیز هیومی دارن، اصل و باید یه حالتی دارن از هم جدا شدن. خب نظر شما در این باره بدونم که آیا میشه اصلا چنین تطبیقی داد، از این لحاظ که هر دو دارن از بچه ابدی نگاه میکنن. و سوال دومی که اتفاقا حالا بچه‌ها بودن در مورد بحث زیباشناسی توی چیزام صحبت کردیم توی حالا آگورا و جای دیگه، مثلا من از بچه‌هام سوال کردم در مورد این بحث. ببینید، من اینجا مثلا یه پرابلماتیک اینجا میشه. شما وقتی بحث کوزه رو مطرح کردین که ما بیام از بالا نگاه بکنیم، یا بگیم نشون این رو داره از یه زاویه ارزش مطلق میخواد نگاه بکنه، مثلا یک کسی میتونه بپرسه که خب اون کانتکست دیپندنسی اون یا در جهان واقع بودگیش تأثیر میذاره روی نحوه نگرش ما حتی از منظر مطلقش مطلق به اون کوزه، یا به هر پدیده، یا به هر پدیده‌ای که میتونه تجربه زیباشناسی رو برامون معنادار بکنه. پس ما نمیتونیم تفکیکی میان هست و باید داشته باشیم، ما نمیتونیم تفکیکی، یعنی بدون در نظر نگرفتن کانتکست داشته باشیم. کانتکست خودش رو در داخل از یعنی ارزش گذاری ما داخل میکنه. من خب سوالی بپرسم اینه که آیا مثلا بعضی میتونه مطرح بکنه که قدرت رو کانتکست تاثیر میذاره، کانتکست روی نگرش ما تاثیر میذاره، نگرش مطلق ما، نه نگرش نسبی ما. من این دو تا سوالم بود که آیا اصلا کانتکست مثلا وارد این بحث میتونه بشه، و سوال دوم این که شما خودتون با توجه به اینکه حالا دیگه مطالعه کردین، آیا ما میتونیم این حالت از بچه ابدی رو از زاویه هایدگری بیشتر بپسندیم در حوزه اخلاق تا ویکتنشتاین؟ من که چیزی رو صحبت اونقام سرده بزن. سوال دوم به نظر من دوباره وارد اون بحث روانشناسی گرایی میشی، یعنی وضعیت کانتکست، بحث مثلا جامعه و قدرت حالت روانی و فکر کنم اولا ویکتنشتاین نمیخواد وارد اون بحث بشه، میخواد از یک جنبه مطلق فراتر از روانی میاد. ولی در مورد مسئله اول از ما این اتفاق جالبه که ما الان داریم هایدگر رو میخونیم، همین فصلی که داریم میخونیم جهان بودگی جهان، اولش صحبت میکنه میگه جهان رو ما در سه تا معنی میتونیم بفهمیم، و اولین معنی که میاره میگه که the world is totality of facts. و من اون رو خوندم کاملا به یاد همین، هرچند که باید دیگه مسلمان موقعی نوشتن اون که باید تراکتاتوسی نبوده، شاید به موازاتش داشته نوشته میشده، ولی شاید به خاطر این سبقه هیومی حتی میبردش به دکارت، این رو داشته که جهان به عنوان یک totality of facts. بعد میگه من اینو توی چیز میذارم، گیومه میذارم، اگه دقت کنید تو تمام اون فاز ورلد به این معنی، به معنی توتالیتی آف فکت توی گیومه میذاره. و برخلاف ویتکنشتاین که میگه که ارزش‌ها خارج از جهان قرار دارن، اون میگه که جهان مشتمل بر چیزها و ارزش‌هاست، چیزهای با ارزش، حالا این مطلبش بشه همون ابتداش میشه نشون داده. به نظر میاد که هایدگر نمیخواد متوقف بشه در این مرزهای جهان قابل گفتگو، در واقع ویتکنشتاین وقتی میگه مرزهای جهان، داره از جهان قابل بیان صحبت میکنه دیگه. به نظر میاد که هایدگر نمیخواد متوقف بشه در جهان قابل بیان، و میخواد که جهان رو به تمامیت خودش در بر بگیره.
و خب اون وقت بس پیش میاد که همین صحبت که تو کردی در اون صورت چی میشه گفت در باره اخلاق، در باره دین، در باره چیزهای زیبا شناسی. بله، نکات خوبی طرح شد. من حالا به برخی از اونها اونقدر که الان فکر میکنم میپردازم، حالا بخشی از اینها در جلسات بعدی، مثلا بحث از معنای زندگی و مرگ و همچنین فلسفه یا سکوت تراکتاتوس که بحث خیلی مهمی است و در لیترچر 4 خانش از اون به دست داده شده که در یک جلسه مصطفی به اون میپردازیم، انشاءالله مکمل عرایض امروز هم میشه. خیلی نکات خوبی طرح کردید. من اول یه نکته به لحاظ تاریخی بگم. تراکتاتوس 1921 منتشر شد و ترجمه انگلیسیان 1922، دینگن تایم هایدگر 1927 نوشته شده. پس قطعا تراکتاتوس و نگارنده آن ویتکنشتاین ندیده بودی دینگن تایم رو. در باب این که خونده بودی دینگن تایم رو، گمان زنی های متعددی صورت گرفته. یه نقل قول من جایی خواندم که میشه فهمید که یا میشه حد زد که گوینده یا میتونه ویتکنشتاین باشه، اما این رو فقط نقل میکنم. اجازه بدید بحث از این رو بگذاریم وقتی که راجع به سکوت به تفصیل سخن گفتیم. گفته بوده که نویسنده بینگ اند تایم راجع به تمام چیزایی که نمیشه حرف زد حرف زده، یه همچه حرفی زده. گفته که خب بله این کتاب منتشر شده، اما جاهایی که به تعبیر خود او، البته حالا نه در بابا هایدگر اینجا گفته، جاهایی که زبان به تعطیلات میرود انگار سخن گفته، ولی این رو گفته درباره اموری که نمیشه حرف زد نویسنده کتاب حرف زد. اما ببینید نکته خوبی اشاره شد در ابتدا که به بحث ما هم کمکی میکنه، بحث از اندراج یا رابطه میان هست و باید، یا ارتباط وسیع یا اینترکانکتد بودن این دو با یکیست. ببینید اینا تماما در پروژه پدیدارشناسی در سنت فلسفی رخ داده، یعنی در فنومنولوژی و فنومنولوژیکال اپروچ قصه این است که تفکیک میان است و باید یا ایزن اوت به اصطلاح از میان برداشته میشه. شما از هوسرل بگیرید فیلم مثل که در این باب سخن گفته، هایدگر هم همینطور. حالا من چون افزون بر این دو و خصوصا هایدگر رو که مطالعه کردم، لویناس رو هم خیلی خواندم. لویناس هم فیلسوف پدیدارشناس فرانسویه و در باب اخلاق هم کم سخن نگفته و او رو با مفهوم آدرنس و دیگری میشناسند. من ایامی که ایران بودم لویناس رو هم درس دادم، در برخی از مقالاتم هم ازش بهره بردم. یه فیلسوف فنومنولوژیسته و بسیار هم با هایدگر و هوسرل مانوس بوده، در مقام بسط ایده های اونها در فرانسه گام برداشته، اما بعدن خب فراتر رفته و ایده های مختار و شخصی خود رو تعریف کرده. حالا ببینید اگر بشه تراکتاتوس رو فنومنولوژیکال خواند، اون وقت میشه شبیه این امور رو هم احیانا در آن دید. من کمتر دیدم و خیلی سخته اگر کسی بتونه تراکتاتوس رو فنومنولوژیکال یا پدیدارشناختی بخونه، برای اینکه سوژه متافیزیکی توش پررنگه، برای اینکه عرض می شود که به توضیح که تاکنون هم گفته این تنین کانتی داره و حالا خود هایدگر هم کانت رو به یه نحوی خونده، ولی قرائت رایج از کانت اونی نیست که هایدگر خوانده. من به همین جهت فکر میکنم اگر اینها دو تا پروژکت یا دو تا گفتمان مختلف فلسفی باشن، خب همطور که من هم آوردم و شما اشاره کردید، بله نزاع فکت ولیو نسبنامه هیومی داره، یا بگیم در سنت انگلیسی طرح شده. ویتکنشتاین هم از دل همون نزاع در میاد و به یه معنا جانب هیوم رو میگیره در تراکتاتوس. اما اگر شما پدیدارشناس باشید یا نگاهتون فنومنولوژیکال باشه، خب البته قصه متفاوت میشود و این شکاف ها رو شکاف های اصیلی نمیدانید، چرا که لویناس هم نمیدانست. من خاطرم هست یک رساله دکتری بود در ایران که من هم استاد داورش بودم، راجع به اخلاق بود در لویناس و پدیدارشناسی لویناس. آقای دکتر رشیدیان که از اساتید فلسفه
پدیدارشناسی در ایران هستند و استاد مبرز و شناخته شده ای هستند در دانشگاه بهشتی و آثار متعددی راجع به حوسل نوشتن. کتاب وینگن تایم هایدگر رو هم ترجمه کرده ایشون. یکی از ترجمه های که در زبان فارسی وجود داره افزون بر دو ترجمه دیگر و خب بسیار با این سنت فلسفی همدله و مسلطه بدان. یادم تو اون جلسه دفاعیشون استاد راهنما بود، من هم یکی از اساتید داور بودم و من همه سخنم این بود که به هر حال فکر میکنم صرف نگاه پدیدارشناختی بار ما رو بار نمیکنه و ما در حوزه اخلاق برای رایتنس و رانگنس به یه نرمتیویتی هم احتیاج داریم، که یادم اونجا هم ایشون بحث هیوم رو هم طرح کرد که من گفتم نه، لزومی نداره کسی هیومی باشه، اما به هر حال نزاعی که او طرح کرده، یا بگیم مسئله‌ای که او طرح کرده، نه نزاع، مسئله مهمیه و رابطه میانه هست و باید یک توضیحی میطلبه، توضیح فلسفی که به هر حال برای نورماتیویتی باید یا برای هنجارمندی یه جایی باید در نظر گرفت. که البته ایشون میگفتن که خب نه، در سنت پدیدارشناسی اینا روی هم میفتن و حالا به تعبیر شما از تعابیر هایدگر هم میخواید استفاده کنی، فکتیسیتی و که هم بودگی هم نقطه عظیمت هست. اتفاقا این که نشانه متأخر به بحثای پدیدارشناسی میشه گفت که نزدیک میشه، یا دست کم خانش پدیدارشناختی از آرای ویکنشان متأخر یک خانش قابل تأمله، اما در دوران نخست نه. به همین جهت من تصور میکنم که بسته به موضعی که شما اونجا اتخاذ میکنید، خب میشه بحث در باب اخلاق رو پی گرفت و پیش برد. موضع من رو اگر در این باب بپرسید، به مسابقه کسی که خب هم در حوزه اخلاق کار کرده و هم با فلسفه ویکنشتاین سالهاست که معنوس است، من فکر میکنم که به هر حال در وادی اخلاق ما بارمون به تنهایی با تبیین های پدیدارشناختی بار نمیشه و یک توضیح و تبیین نرمتیو هم که با استفاده از آن میشود رایتنس و رانگنس رو توضیح و تبیین کرد، توضیح داده تبیین کرد، احتیاج داریم. و به همین جهت المثل پاره از مقولات و مفاهیمی مثل سوپروینینس یا در فارسی براش واسطه در عبوز یا ترتب گذاشتند که مور میکوشید از آن استفاده کنه، یا برخی دیگه از فیلسوفان اخلاق برای اینکه رابطه میان اصل و باید رو توضیح بدهند، رو من در مجموع موجه‌تر و راهگشاتر یافتم. اما میدانم کسانی که از دل سنت پدیدارشناسی میان که کم هم نیستن نگاه دیگری دارن. من حقیقتش تا کنون قانع نشدم، اون روزم که با آقای دکتر بحث کردیم مفصل من قانع نشدم و همچنان فکر میکنم که مسئله نورماتیویتی و یه توضیح نورماتیو راجع به اخلاق دادن مهمه و اینکه اخلاق و اصل و باید به اصطلاح اینکه در نگاه اخلاقی اصل و باید در هم مندرجند و یکی از دل دیگری همین گونه برمیاد. من میدانم هم لویناس هم در سنت پدیدارشناسی در این باب سخن گفته اند و به تفسیر همین آمده است. من همچین تصویری ندارم و فکر میکنم که به قول انگلیسی ها there is another story to be told here، باید یک قصه یا روایت فلسفی دیگری اینجا به دست داده بشود. اما به هر حال اون بحث در جای خودش قابل تأمل. عرض میکنم لویناس هم این رو گفته است و در پدیدارشناسی میگن این سوال رو اصلا نپرس و از منظر دیگری باید بپرسی، یعنی از شکاف امر واقع و امر ارزشی، از شکاف فکت و ولیو نیاغازیم و ارزش ها در فکت ها مندرجن و امثال ذلک یا با هم دیگه در میرسن. اما کانت هم این چنین نگاه نمی کرد به مسئله و پروژه استعلای او یا بگیم خانش دامیننت از کانت این گونه بود. در سنت اخلاق تحلیلی هم کم و بیش این مسئله هست، یعنی این نزاع جدی گرفته شده. خب در باب این نزاع یا این شکاف نظریات مختلفی پرداخته شده و به دست داده شده، اون وقت میشه در باب اونها سخن گفت. و من تصورم این است که نگاه پدیدارشناختی بصیرت‌های بسیاری داره اما کفایت نمی‌کنه به تنهایی و یک چیز دیگری هم باید بدان افزوده شود، یعنی ما به قصه تبیین نباید بسنده کنیم. به تعبیر دیگه من همچنان فکر میکنم ملاک و محک اون وقت برای به دست دادن
امر درست و روا از منظر اخلاقی و تفکیک و تمییز اون از امر ناروا و نادرست در این نگاه پدیدارشناسانه ملاک‌ها همچنان کمرنگ و نامنقح باقی میمانند. ما باید ملاک و محکی داشته باشیم، اهم از این که اصولگرا باشیم، یعنی پرینسیپلیست باشیم در اخلاق، یا پارتیکولاریست باشیم که برخی از فیلسوفان اخلاق هستند، یعنی قائل به اصول اخلاقی نیستن، اما به هر حال میکوشن حالا با مدد گرفتن از شهودهای اخلاقی، با مدد گرفتن از گفتگوهایی که در این باب باید صورت بگیره میان عقلا که همدیگر رو قانع بکنن با استدلالی که اقامه میکنن. من فکر میکنم اینجا جای آرگومنتیشن خالیه و همچنان روشن نیست که چرا فی المثل انجام فلان کاری بده و وانهادن فلان کاری خوبه و یا بالعکس. من فکر میکنم که برای اینکه این قصه که جای مهمی در حوزه اخلاق فلسفی داره روشن بشود، اون وقت پس از تبیین پدیدارشناختی که بصیرت‌های خوبی داره، امر دیگری هم باید بدان منظم بشود. بله، حال این از توضیحات بنده و درست بفرمایید، یعنی به هر حال نسبتی داره، حالا این نسبت میتونه تشابه باشه یا تفاوت باشه میان نگاه هایدگر به اخلاق و نظام ویتکنشتاین. حالا اینکه راجع به کل پروژه بینگ اند تایم و اینکه گفتم درباره آنچه که نمیشود سخن گفت او گفته سخن گفته و اینکه آیا این حرف بر خود ویتکنشتاین هم بار میشه یا نه، اینا رو اجازه بدید در اون جلسه که راجع به سکوت سخن میگیم به تفصیل بهش میپردازم. اطلاعات من این مقدار رو میگه و خواندم جایی، به انگلیسی هم خواندم که همچین حرفی زده بود راجع به کتاب بینگ اند تایم. ظاهرا کتاب رو دیده بوده، براش برده بودند و چون 1927 منتشر شده دیگه، او کمبریج 1929 برگشت و میشه حد زد که اون دوران که موسوم است به دوران فطرت فلسفی این کتاب رو هم دیده باشه. ولی به هر حال رابطه‌ای با هم نداشتن. خب ویتکنشتاین که کمبریج بود و بعدم پس از بازگشت که درگیر جنگ جهانی دوم شدند و خب به لحاظ ارتباط وثیق هایدگر با حزب نازی ها و اون تحولاتی در فرایبورگ و اینا هم رخ داد، میشه حد زد که ویتکنشتاین هم که دل خوشی از نازیسم و توسعان از سیاست نداشته، رابطه ای هم اینا با هم نداشتن تا جایی که من میدانم. البته میدانید در دوران دبستان ویتکنشتاین و هیتلر با هم هم مدرسه‌ای بودن، شاید هم در جلسه اول گفتم، عکسی هم بر جای مانده که اینها در یک دبستان با هم درس می‌خواندند. ظاهرا هیتلر یکی دو سال بزرگتر بوده و با هم بودند و هیتلر هم شاگرد خوبی نبوده و همچنین درس خوان چندان نبوده، اما خب به هر حال واجد چنین تأثیرات عظیمی در تاریخ قرن بیستم شد. بفرمایید. حالا مثل توضیحتون و اصالتی که حالا آرش ادامه داد، ببینید من می‌خوام این مقدار این بحث یه مقدار بیشتر ازتون بپرسم، اگه وارد فلسفه اخلاق می‌شین بیشتر می‌خوام بپرسم که چون یک ریلیتیویست ایست که ارزشگر چیز نسبیگر اخلاقیه، میتونه از شما بپرسه که شما این نورمتیویتیتون که دارین مطرح میکنین تو چه، آیا این نورمتیویتی ریلیتیویست رو تایید میکنه یا شما نورمتیویتی رو میخوان از منظر مطلق اخلاقی چیز بکنین، تعریف بکنین؟ چون اگر نورمتیویتی بیاد تو حوزه فکت ها قرار بگیره، قبول نداریم که تبدیل میشه به کانسکوئنشیالیسم، یعنی ما نمیتونیم یه چیزی رو نورماتیو تعریف بکنیم و این رو چون مطلق نیست که نیست دیگه، پس همه چی فقط به قول شما یا پلژر میرسیم یا به یوتیلیتی میرسیم. خب یه مقدار توضیح بدین که اگه یعنی شما میخواین کانتی این نورماتیویتی رو تعریف تبیین بکنین یا مثلا همونطور که ویکتنشتاین مطرح کردین، آیا میخواین بهش منزلت مطلق بدین یا اینو میخواین یه مقدار بیشتر توضیح بدین که این نورماتیویتی اینجا چه جوری میخواین در مقابل مثلا نگاه پدیدارشناسانه قرار بدین؟ میشه مثلا بیشتر توضیح بدین؟ مقدار سوال بی ارتباط نیست. من سوال ببین کانت رو خب میدونیم فلسفه اخلاقش یا به دنبال از اسمی که توش بنیاد متافیزیکیه و میخواد به یه فرمولی گزاره‌ای برسه که اون بعد بتونه اون گزاره جهان شمول فراتر از زمان و مکان همه بنیان همه معیاری بشه برای همه اعمال اخلاقی. ویتکنشتاین همونجوری که شما فرمودین تا یک جایی به نظر میاد همراه با کانت،
منتها خب از اونجایی که معتقد نیست که میشه به یه گزاره‌ای رسید و بیانش کرد، بعد اون موقع برای من واضح نیست، مشخص نیست که پس چطوری میتونه اون مطلق بودن اخلاق رو بهش دست پیدا بکنه، چون پیوند دادنش رو بحث خوشبختی به نظرم یه خورده همچنین تنین کیرکگوری هم پیدا میکنه اینجا، بحث خوشبختی و ناخوشبختی. اون موقع خب میدونیم باز یک جوری انگار باز میره به سمت نسبی گرایی در عمل، یعنی یک کسی مثلا ممکنه بگه من مثلا یک عقاید اخلاقی دارم و به خاطر اینکه مثلا اینا رعایت نمیشه مثلا یکی که مثلا عدول کرده از این میگیرم چه میدونم شکنجه میدم میکشم و بعد به حس خوشبختی هم میکنم چون به وظیفه‌ام عمل کرد. یعنی یک به نظر نمیدونم اینجا به نظرم میاد که ویتگنشتاین کانت یک جوری به نظر میاد با خودش به تطابق داره، به تناقض نمیرسه حداقل، ولی به نظر میاد که ویتگنشتاین در نهایتش با این بیان خب چجوری هم میخواد مطلق باشه و همینی که اینو به جوری به شکل سابجکتیو مطرح بکنه که اون وقت میتونه به ریلیویتیزم در بیفته، این همچه حالت داره. ببینید من اول اینو که عرض بکنم، من در مقام دفاع از اخلاق به رابطه ویتگنشتاین نیستم، بله همونی در مقام تقریر و تنظیق مدعیات او هستم. از قضا حتی که هومن هم اشاره کرد، من فکر میکنم که راجب نورماتیویتی اگر قرار تبیینی داده بشه لزومی نداره از منظر اصطلاحی یا از وجه ابدی باشه. این موضع مختار من این است که بله نورماتیویتی مهمه برای اینکه تفکیک بین رایتنس و رانگنس رو در اخلاق به دست ما میده، اما یک روایتش روایت کانتیه، میشه روایت های دیگری هم به دست داد و قصه شهودهای اخلاقی و اصول اخلاقی و تفکیک میان درستی و نادرستی در حوزه اخلاق از همینجا نشأت میگیره، ولی آرگومنتیشن مهمه. من فکر میکنم صدق و کذب و درستی و نادرستی در اخلاق به هر حال برای مبنا و عرض میشود که مبادی و مبانی داشته باشه. این نکته نخست. و به این معنی خب تراکتاتوس هم اگر قرار این کارو بکنه باید ملتزم به این مقوله باشه. راجع به نکته که شما گفتید، منم فکر میکنم که در واقع قصه مطلق بودن ارزش ها رو که ویتگنشتاین توضیح داده از اینجا دیگه جلوتر نیمده، ملاک و محک هایی به ما به دست نداده. به این معنا بله، یعنی من هم اتفاقا تو همین مقالهی که تحت عنوان ویتگنشتاین و نگریستن از وجه ابدی چنان که گفتم منتشر کرده ایم، اونجا هم در انتهاش همچین نقدی رو آوردم و توضیح دادم. عرض می شود که به نظر میاد وقتی جوری باب گفتگو بسته میشه و معلوم نیست که حالا کسی میگه من از وجه ابدی نگریستم این چنین شده، فلانی اینو میگه، بهمانی اینو میگه، ویتگنشتاین نگریستن از وجه ابدی. یعنی من تصورم این است که درباره مطلق بودن اخلاق علل اصول و در سطح کلان او میتونه از موضع خودش دفاع بکنه، اما وقتی پای پرکتیکالیتی میاد ما با مواضع بدیلی که معلوم نیست چی جوری میشه میانه اینها قضاوت کرد مواجه میشه. اما نظام کانتی این مشکل رو نداره چون ملاک به دست داره، یعنی چند تا تنسیق برای امر مطلق به دست داره. حالا اون یک گیر و گرفتای دیگری میتونه داشته باشه، اما این گیر و گرفت رو نداره. ویتگنشتاین در اون حد اتیتود و نگرش باقی مونده و جهان آدم خوشبخت و ناخوشبخت رو که من گفتم ظاهرا برمیگرده به همین نگریستن از عالم، چنان که توضیح دادم نگریستن به عالم از منظر وجه ابدی. اما حالا از اتیتود افراد که در گذرین در قصه خوشبختی و یا بدبختی و برسیم دوباره به قصه آرگومنتیشن، خب چه ملاک و محکی هست که فلمثل فلان اصل اخلاقی رو بر بگیریم و بهمان اصل اخلاقی رو فرو بنهیم و بعد وقتی تعارض اخلاقی پیش میاد چگونه باید میان اینها قضاوت کنیم؟ برخی از شارحان و البته کوشیدن شارحان ویتگنشتاین و آثار متعدد که راجع به صرفا اخلاق در تراکتاتوس نوشته شده این رو توضیحی بدهند. من فکر میکنم که به حال فیلمثل اگر یوتیلیتاریانیزم مشکلات دیگری داشته باشه، اما همین که ملاک و محک به دست داده برای اینکه فیلمثل فعلی اخلاقی است که متضمن بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج باشه، یک کرایتریون روشنیه. ولی در نگاه ویتگنشتاینی در تراکتاتوس نه، ما نگاه روشنی نداریم. هرچند اصل اخلاق یا بگیم مقوله اخلاق، اصلا نه، مقوله اخلاق خب مطلقه و اون تفکیک میان ارزش مطلق و ارزش نسبی بصیرتی توشه.
بصیرتی که او حالا شاید بعدن دیگه چون در مقام نظام سازی در وادی اخلاق نبوده اون رو دیگه پی نگرفته و شاید هم نمیتونسته چون گزاره اخلاقی معنادار نیستن، نمیشد اگر میخواست وفادار باشه به پروژه خودش نباید بیش از این سخن رو گفت. کانت که مشکلی نداره با معنای گزاره اخلاقی و پیشتن میره، اما ویتکنشتاین این مقدار جلوتر نرفته. اما قبول دارم که این خب باب اختلاف حل نشدنی و رفع ناشدنی رو باز میکنه در وادی اخلاق و اینکه ما میان شهودهای اخلاقی متعارض و اصول اخلاقی متعارض ما چیکار میشه بکنیم. من تصورم این است که شاید که موضع شخصی خود منم هست و همدلی هم دارم، در سنت اخلاق تحلیلی راس که بعد از کانت آمد و پس از ویتکنشتاین، البته در آثارش اشارتی به ویتکنشتاین چندان نرفته، کتاب مهم او Right and the Good کوشید که نظریه اخلاقی کانت رو دیولوب بکنه، هرچه یه گیر و گرفتایی هم داره، اما در مجموع به نظرم نسبت به نظریات اخلاقی بدیل موجه تر و کوشیده ملاک و محک به دست بده، کوشیده در این حال پلورالیتی توی اخلاق رو توضیح بده و بگوید ما با کثرت وظایف اخلاقی مواجهیم و در این حال توجهی هم به جهانی پیرامون داشته و اون پروژه مطلق بودن اخلاق در نظام کانت رو فرو نهاده، ولی در این حال خود رو یه وظیفه گرا نامیده که حالا اون دیگه از بحث الان ما بیرونه. یعنی میخوام بگم کسی میتونه پاش رو زمین بذاره، یعنی رو جهان پیرامون حرکت بکنه در جهان پیرامون و نورماتیویتی رو که من عرض میکنم توضیح بده یا از آن مستفاد بشود، اما در نظام تراکتاتوس فکر کنم این کمتره و او در حد امر کلان و به قول خودش نگاه کردن به جهان از وجه ابدی باقی مانده و پیشتر نیامده. بسنده کرده به استعلایی بودن اخلاق و توضیح این که البته امر کانسکوئنسیالیستیک نیست اخلاق. اینو به صراحت دیدیم دیگه در فقره 6422 گفت که نباید از نتایج فعل پرسید. در حوزه اخلاق نباید پرسید. در روانشناسی میتونید بپرسید، در آنتروپولوژی میتونید بپرسید، در سوسیولوژی میتونید بپرسید. میگه اینا همه دیگه امور جامعه شناختی، روانشناختی، مردم شناختی، انسان شناختیه، نه امور اخلاقی. اینا باز یه بصیرتیه که کانت هم اینو داره از یک منظر دیگری، چنانکه آوردم در همون کتاب بنیاد ماورا طبیعی اخلاق که شما اشاره کردید به صراحت اونجا این رو کانت میگه و امر اخلاقی رو به این معنا از امر جامعه شناختی و دیگر امور تفکیک میکنه. اینا فرمودید ولی موافقم، حالا مایل بودید اون مقاله رو هم بخونید، ویتکنشتاین و نگریستن از وجه ابدی. من فکر میکنم این رو این مشکل درش مترتبه و به طور کامل نمیتونه جواب بده نظام ویتکنشتاینی. در باب تجربه هنری هم این که شما گفتید میشه بحث کرد. حالا من در باب فلسفه هنر او بیش از این اینجا بنا نداشتم سخن بگم که آیا این تفکیک رهگشای یا نه، نمیدونم. شاید به هر حال بشه فهمید که او چی میگه. باز در قصه تجربه زیبای شناختی هم من قرابتی میان بحثای کانت راجبه امر زیبای شناختی که البته به تفصیل در یک کتاب آورده است، آنکه موسوم است به نقد قوه حکم، به اصطلاح نقد سه کانت، چون نقد یک که نقد عقل محض، نقد دو که کریتیکال پرکتیکال ریالیتیه، نقد سوم یا کتاب سوم رو در این باب میشه قرابت هایی رو به این عرض میشود که میان این دو سراغ گرفت. یعنی باز امر زیبا نسبتی به کانسیکونس ها نداره، خود اون فی نفسه باید زیبا باشه و به قول ویتکنشتاین بدل به کل جهان کاربر زبان بشه، قطع نظر از کانتکستی که توش قرار گرفته، قطع نظر از خصوصیات فیزیکیش. اون کار عالمه نه کار هنرمند. تجربه امر زیبا وقتی محقق می شود که اون بدل به جهان از می شود که کاربر زبان بشود و اون رو اینگونه رصد بکنه، ببینه و مفتون اون بشود، نه اینکه چنان که آوردم راجع به فانکشنش، راجع به خصوصیاتش سخن میگه. اونا دیگه یه بحث دیگری است، اشکالی هم نداره، اما بازم به زیبایی شناختی نیست. تا وارد این توضیحات میشی از امر زیبایی شناختی فاصله گرفتی. قرابتی میان این بحث‌ها و بحث‌های کانت هم میشه دید، اما او در باب زیبایی شناسی به همین یه جمله در کل تراکتاتوس بسنده کرده. شارحان او توضیحاتی داده اند و چنان که آوردم و مبتنی بر سخن او از یکسان بودن تجربه امر اخلاقی و امر زیبایی شناختی سراغ گرفتند. در باب زیبایی شناسی در دوران متأخر او هم نکاتی هست که حالا بعداً ان شاءالله اگر اون دوره رو از سر گرفتیم
توضیح میدم، اما این مقدار هست و تفکیک میان نگریستن به امور از میانه با نگریستن به امور از بالا برای ویتگنشتاین توضیح دهنده امر زیبایی شناختی است. میدونید خود او با زیبایی شناسی و هنرهای مختلف به نیکی آشنا بود، موسیقی می نواخت، معمار بود و به هر حال آهنگ هم پاره آهنگ ها هم برهی ساخته بوده، خوب با مقوله هنر آشنا بوده و با نوت های چند جا توی تراکتاتوس قصه معناداری رو با مقوله نوت های موسیقی هم مقایسه کرده. حالا من رسیدم یک دو تا از اون فقرات رو بعدن براتون میخونم و نشون میده با نوت های موسیقی آشنا بوده، مقایسه کرده اصلا رابطه میان گزاره و معنا رو با نوت و ملودی، یه مقایسه های چنینی هم کرده. من یادم این رو عرض بکنم و دیگه بحثمون رو تمام بکنیم اگر پرسش دیگری نباشه، یکی از این کنفرانس هایی که من رفته بودم، نه کنفرانس های اتریش بلکه کنفرانس اریستوتلیان سوسایتی که در انگلستان برگزار شده بود، در اگر اشتباه نکنم شهر بریستول بود یک سال که من رفتم و پیپری اونجا اقامه کردم، بعد نشسته بودیم یک شبی بعد از پایان پیپرها با برخی از این همکاران و اهالی فلسفه سخن میگفتیم، یک کسی میگفت که یه آقای رو نام برد که این مبتنی بر موسیقی درونی فقرات تراکتاتوس یه آهنگی ساخته و بعد شروع کرد بخشی از این ملودی رو هم خواندن و گفت اینه و نشان داده که یک ارتباط و نظم ارگانیک و موسیقایی میان فقرات مختلف برقراره و چون خود او هم موزیسین بوده، یعنی ویتگنشتاین، و این شخص هم موزیسین است و علاقه هم به فلسفه او داشته، این رو ساخته است. بله حالا دیگه من صحت و سقمش رو و کم و کیفش رو نمیدانم، فقط نقل میکنم و این رو میگفت تا توضیح بدهد که به هر حال او با هنر آشنا بوده و یک هنرشناس و موسیقیدان هم این رو تشخیص داده و مبتنی بر این آهنگی ساخته است. بله به هر حال برخی تو این عالم ظاهرن حظشون و سهمشون اینه که کارهایی میکنند و اسباب رزق برای دیگران در حوزه های مختلف پدید میاد. شما ببینید الان چند تا اسکالر ویتگنشتاین، چند تا اسکالر های دیگر در دانشگاه های دنیا مشغول کارن. خب اینا نبودن اونا ظاهرن بعد یک کار دیگه ای میکردن، به سراغ یه فیلسوف دیگری میرفتن. این کنفرانس های سالانه ویتگنشتاین که من میرفتم از این حیث واقعا برام عبرت انگیز بود. میگفتم ببین شما به سراغ اون شهر که جمعی به تو مشغول و تو قایب زمیانه، یه میراثی بر جای گذاشته یا رفته ای و چه کسانی از اقصانقات عالم نون میخورن از قبل تو و کار میکنن. حالا از این زاویه هم نمیخوام کار اونها را اصلا تخفیف کنم، اصلا خود من هم یکی از اون افرادم و به هر حال بخش از فعالیت های من هم معطوف به این امور است و حالا این کتابم که منتشر بشه انشالله ترجمه و شرح هم در ذیل همین کارها قرار میگیره، اما میخوام بگم تو این تصویر کلان ببینید حالا دیگه این افراد چگونه امور رو پیش میبرن و نقش خود رو بر جهان پیرامون میزنن. شما اونجا باید بیاید ببینید چه کارهای افراد میکنن و وقتی که از سراسر عالم این ویتگنشتاین پژوهان جمع میشن چه بحثایی در میگیره، پیپرهایی مینویسن، چه دقتهایی ورزیدن، آرکایوها رو مراجعه کردن، مقالات رو دیدند و آثار رو به چه دقتی خواندند و اینا رو توضیح میدن. یا آقایی رو من در اون کنفرانس هایی که میرفتم دو سه نوبت دیدم، استاد یکی از دانشگاه ایتالیا بود و به من گفت فلانی من 40 ساله اصلا دارم رو رساله منطقی فلسفی کار میکنم، که من بهش گفتم شما که 40 ساله داری کار میکنی؟ به شوخی گفتم پس پیشین جلد دومشم بنویس، آخه 40 سال بیشه. و بعد گفت که من نشستم و این یک چیزی درآورده بود، یکی از پیپراشم این بود، نظم این گزاره ها رو مثلا رفته بود کلی توی تاریخ جنگ جهانی اول اینا کار کرده بود که این 1914-1915 این فقراتی که این نوشته مثلا نظمی اینا و به صورت یه درخت توی مانندم اینا رو در آورده بود، مثلا باید فقره 6421 مثلا زیر 6432 قرار بگیره، فرض بفهمون نمیشه که تریک میکشید و میگو وقتی این باشه و من کمک میکنه، مثلا تراکتاتوس رو با پرو تراکتاتوس مقایسه کرده بود
و اون مانوسکریپت اولیه رو بهش میگن پروتراکتاتوس، اون مانوسکریپت که بعدن 1920 دیگه مانوسکریپت نهایی آماده شد و میگه اونجا ها یه اختلافات جزئی هست. بعد اینو با برگردیم به تاریخ دستنوشته هایی و در این سالها و من میگیدم ببین چه عمری رو صرف کرده، هیچ تخفیف نمی کنم و مرادم اینه که چه افراد چه اموری در این عالم مشغولن و جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه معنایی محصل تر از این نداره. یادم از رفته بودیم به موزه ویتکنشتاین در یکی از همون روستاهای تاتنباخ که در اصل اولم اشارتی بهش کردم که وسائل او رو اونجا نگه دارن، چیزایی که مانده، یه تخت خوابی بوده در کمبریج داشته، ظاهرا راسل به او داده بوده مثلا، اون اونجا هست و برخی دیگه از اشیا و وسائل او. بعد خب اونجا گفتگو میکردیم با پاره از همکاران که آمده بودن، بعد یک کسی اونجا میگفت که در احوال ویتکنشتاین خونده بود در اون روستا که یکی از این روستا هاست تراتنباخ، یکی دیگه اوترتال بود، همه اینا یک ساعتی وین و شش سالی او در اینجاها بوده، ظاهرا یک مسیری بود، این البته در باب برخی دیگه از فلاسفه نیچه و دیگران هم گفتن حتی هایدگر که یه مسیری اونو طی میکردن، قدم میزدن با کسی اونجا هم که خیلی اگر رفته باشید اطراف وین، من واقعا به دوستان میگفتم آدم اونجا میره بخواد زندگی کنه فلسفهش هم میاد میگیره، هم زیبا هم ساکت هم دنج فوق العاده است. ظاهرا یک مسیری بوده که او برخی از روزها با کشیشی که دوست بوده اونجا رو قدم میزدن، دوست خیلی کمی داشته اون ایام و با این کشیش قدم میزدند و بحث میکرده و یکی از افراد مبتنی بر هم اینها توضیح میداد که او دغدغه های معنوی ژرفی داشته، اما خب چند جا گفته با مسیحیت نمیتونم و داکترین های مسیحیت کنار بیام، اما این مانع از این نمیشه که دغدغه های معنوی نداشته باشم. ظاهرا با دین دوگماتیک، دوگماتیک نه به معنای مذموم امروز، یعنی دینی که مبتنی بر دوگماها باشه، یک سری آموزه های مشخص و معین که خب در ادیان ابراهیمی و مشخصا مسیحیت که خب او در اون کانتکست و سنت بالیده بوده با مسیحیت ارتدوکس و اینستیتوشنالایز شده خب بر سر مهر نبوده، اما در این حال دغدغه های ژرف و عمیق معنوی هم داشته است. خب بخش پرسش و پاسخ هم به درازا انجامید، ممنون از مشارکت دوستان. اگر ملاحظه دیگری نیست دیگه بحث رو تمام کنیم و هفته آتی بحث تأمل برانگیز و عافیت سوز مرگ و معنای زندگی رو در تراکتاتوس پی میگیریم.